سلام و وقتتون بخیر در ایران عزیز. دوستان اگر صدا و تصویر رو دارید یه کانفرمیشن من بدید که من خیلی راحت باشه که بتونیم وبینار رو شروع کنیم. سم عزیز، مهدی عزیز، صبح شما هم بخیر. هم صدا اوکی هم تصویر، درسته؟ تصویر کامل میبینید؟ بسیار. ظهر تو ایران ساعت چند الان؟ ساعت 11 است دیگه. 11 که ظهر نیست دوستان. سعید عزیز، 11 ظهر نیست آقا. خیر، نزدیک ظهر، قبل از ظهر. آره بسیار خوب. خب خوش اومدید به این وبینار. موضوع این وبینار همونطور که میدونید اسکالپینگ با NFP و ما تو این جلسه میخوایم بپردازیم به اینکه اول از همه اسکالپینگ چیه، NFP چیه و ترکیب این دوتا چطور میشه و چطوری ما میتونیم از این موقعیت که تو بازار هست استفاده کنیم. قبل از اینکه شروع کنیم، راه های ارتباط با ما رو برای دوستانی که بار اول در خدمتشون هستیم، راه های ارتباط رو میدونن، اونایی که قبلا اومده، اونایی که بار اول، webinars.ir@hotparex.com و iran@hotparex.com هم ایمیل مستقیم بنده، ایمیل بخش فارسی هاتپارکس. ایمیل اول این webinars@hotparex.com ایمیل مستقیم بنده است. سوالاتی که در مورد تکنیکا دارید، سوالاتی که در مورد بحث‌های فنی دارید میتونید از من بپرسید و من سعی می‌کنم در اولین فرصت در خدمتتون باشم و به ایمیلاتون جواب بدم. برای یه بار دیگه هم عرض کنم خدمتتون که مطالبی که تو این ارتباط عمومی ارائه میشه به عنوان در واقع بازاریابی فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه میشه و تحقیق مستقل برای سرمایه گذاری نمیباشد. هیچ چیز در این مطالب شامل یا نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری یا پیشنهاد سرمایه گذاری یا درخواست برای خرید و فروش هر نماد مالی در نظر گرفته شود. تمام اطلاعات ارائه شده از منابع معتبر جمع آوری شده و هر گونه اطلاعات حاوی از نشانی از عملکرد گذشته بوده و تضمین یا نشان دهنده قابل اعتماد بودن عملکرد آینده نیست. کاربران اذعان میکنند که هر گونه سرمایه گذاری در مسائل با ضریب معاملاتی بالا یا همون لوریج با درجه خاصی از عدم اطمینان یا ریسک مشخص می شود و هر گونه سرمایه گذاری در این زمینه شامل سطح بالایی از خطر است. این همون ریسک داره که کاربران تنها مسئول و جوابگو هستند و ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال هر گونه زیان ناشی از سرمایه گذاری بر اساس اطلاعات داده شده در این ارتباط رو نداریم. و نکته مهم هم این که این مطالب نباید بدون اجازه کتبی قبلی شرکت هاتپارکس توضیح بشه و یا در دیگر جاها مورد استفاده قرار بگیره. بسیار خوب. در مورد بنده افرو چالکی هستم، با بیش از 12 سال تجربه تجارت در بازارهای بورس جهانی و مشاوره مالی در 8 کشور مختلف و بنیانگذار و مدیر عامل شرکت مشاوره ترید در بازار بورس به نام زیرو اسپرد و ترید بورسکیز. خب خلاصه این وبینار و اینکه در این وبینار ما به چه چیزی می‌خوایم بپردازیم، اول از همه می‌خوام صحبت کنیم که اسکالپینگ چیه. برای یک توضیحات کلی البته نمی‌خوام در واقع موضوع وبینار توضیح اسکالپینگ نیستش که ما بخوایم وقت زیادی برای اسکالپینگ بذاریم، یه توضیح مختصری میدیم که اسکالپینگ چیه و بعد NFP چیه و چه معنی داره و چه تأثیراتی. به خاطر اینکه ما اگر بخوایم از این موقعیت تو بازار استفاده کنیم، یعنی اگر ما بخوایم از هر چیزی مثلا حتی از یه ماشین هم بخوایم استفاده کنیم، ما اول از همه باید بدونیم که ماشین چه قابلیتایی داره و چه تأثیری تو زندگی ما داره، چه قابلیتایی داره و چطوری باید ازش استفاده کنیم. تا اونو ندونیم راهی استفاده کردن ازش رو بلد نیستیم. برای همینم NFP رو چون تا اونجایی که من متوجه شدم با بچه‌ها که صحبت می‌کردم اینکه یه اطلاعات کلی دارن و اینکه دقیقاً نمی‌دونن NFP چیه و چرا مهمه و چه تأثیراتی می‌تونه در بازار داشته باشه، برای همین یه توضیح مختصری هم این دفعه در مورد NFP میدم براتون. و اینکه در نهایت هم ازش صحبت می‌کنیم در مورد اینکه چطوری از این فرصت میشه استفاده کرد و که چطور از این فرصت میشه استفاده کرد و اینکه چطوری ما میتونیم از این زمان یه فایده خوبی به دست بیاریم. چون من میشناسم معامله گرایی که ماهی یکی دو روز ترید میکنن و اون هم روزهای قبل و بعد و روز NFP، یعنی کل تریدشون ماهانه شاید دو سه روز بیشتر نیستش و اون هم از NFP ها میان استفاده میکنن. و در نهایت هم سوال جواب خواهیم داشت و به سوالات شما جواب میدیم. خب اما در مورد اسکالپینگ به یه استراتژی میگن که معامله گرا، یه استراتژی کوتاه مدت که معامله گرا به دنبال برداشت درآمد با تغییرات کم در مدت زمان کم در بازار هستن. یعنی چی؟ یعنی که از تغییرات کوچیکی که تو بازار استفاده میشه
در این مدت زمان خیلی کم میتونن چیکار کنن؟ دنبال اینه که از اون فایده بگیرن. حالا معامله گرا روزانه از ده ها تا صد ها پوزیشن معاملاتی رو انجام میدن. دلیل خیلی هم که این استراتژی انتخاب میکنن اینه که اعتقاد دارن تشخیص حرکات و تغییرات کوچیک در بازار در بازه زمانی کوتاه خیلی ساده تر از پیش بینی این تغییرات در بازه زمانی بیشتره، بزرگتره. و بیاد داشته باشیم که تجمیع این درآمدهای کوچیک، این یعنی درآمدهایی که کوچیک کوچیک با هم جمع میشه، جمع اینا میتونه بشه درآمد بزرگ. و به کسی هم که اسکالپینگ میکنه بهش میگن اسکالپر. در اسکالپینگ چیزایی که خیلی مهمه اینه که ما نماد درستی رو انتخاب کنیم. اون نمادی که میخوایم انتخاب کنیم نمادی باشه که ما ازش شناخت کافی داشته باشیم و اسپرید کم داشته باشه، چون اسکالپینگ در مدت زمان کوتاه انجام میشه. مهمه که اسپرید اون نمادی رو که ما میخوایم باش معاملات انجام بدیم، خرید و فروش کنیم، اسپریدش کم باشه که سریع بتونیم پوزیشن، در واقع وقتی پوزیشن رو باز میکنیم از تغییرات بازار اون اسپرید پر بشه و ما سریع بتونیم بریم تو بحث فایده. و شاخصهای فنی که استفاده میکنن با درست انتخاب بشه و اینکه شجاعت باخت رو داشته باشن، چون اسکالپینگ سیستمی که شما تعداد خرید و فروش هایی که انجام میدید بالاست، مسلما توش یه سری ضرر هست و یه سری فایده و باید شجاعت این که فاید در واقع یه سری ضرر هم داشته باشید، باید این شجاعت رو قبول کنید داشته باشید که یه سری پوزیشناتون رو با ضرر ببندید. و استراتژی خارج شدن درست از بازار تو اسکالپینگ خیلی مهمه که زمان خارج شدن از بازار رو درست تنظیم کنید و در زمان درست از بازار خارج بشید. و از همه مهمتر بر اساس چیزی که همیشه میگم اینه که در جهت روند حرکت کنید، یعنی خرید و فروش ها در جهت روند باشه. این در مورد اسکالپینگ. حالا بحث NFP، ما اول حالا باید بدونیم که NFP چیه. حالا ما اسکالپینگ رو یه اطلاعات به دست آوردیم، بحث بعدی اینه که NFP رو بدونیم چیه و اینکه بدونیم چطوری از NFP استفاده کنیم. حقوق و دستمزد غیر کشاورزی، این معنی نان فارم پیروله که بهش میگن حقوق و دستمزد غیر کشاورزی. حقوق و دستمزد غیر کشاورزی یه اصطلاحیه که تو ایالات متحده استفاده میشه، در امریکا استفاده میشه، که به هر شغلی به استثنای کار کشاورزی یا در کار مزرعه به این شامل میشه. حالا که شامل خود اشتغالی میشه، اشتغال غیر رسمی توسط خانواده های خصوصی، سازمان های غیر انتفاعی، البته اینا هم شامل، یعنی نان فارم پیرول میشه که کار به استثنای کار در کار کشاورزی یا مزرعه و خود اشتغالی، اشتغال غیر رسمی توسط خانوارهای خصوصی، سازمانهای غیر انتفاعی، یعنی این هم شاملش نمیشه. یعنی همونطور که کارهای غیر کشاورزی شامل نمیشه، کارهای غیر انتفاعی هم شامل نمیشه، سازمانهای نظامی و اطلاعاتی هم شامل نمیشه. صاحبان کسب و کارها هم در این قرار نمیده. یعنی اگه کسی صاحب یه بیزنسه، اون فرد در تعداد در بحث آمار، این آمار NFP قرار نمیگیره. و همینطور کسایی که صاحبان املاک هستن، صاحبان ریل استیت ها هستن، املاک غیر منقول بکنم اگه اشتباه نکنم به فارسی میشه، صاحبان اینها هم شامل آمار NFP نمیشن. پس میشه بخش هایی که یک کشاورزی نیستن، دو خود اشتغالی هن، این مثلا یک کسی فریلنسر داره کار میکنه، شامل اینها نمیشه، خودش برای خودش داره کار میکنه، یه کار چه میدونم بازاریابی آنلاین انجام میده، یه خرید و فروش آنلاین انجام میده، اینها شامل اینها نمیشه. اشتغال غیر رسمی توسط خانوارهای خصوصی یعنی چی؟ یعنی مثلا یه خانواده‌ای به صورت غیر رسمی مثلا تو خونه رستوران دارن مثلا و به صورت تلفن غذاشون رو میفروشن، شامل اینها هم نمیشه، یعنی آمار اینها رو هم در نظر نمیگیره. سازمان‌های غیر انتفاعی یعنی مؤسسات خیریه، مؤسساتی که کارشون در واقع هدفشون درآمدزایی نیستش، هدفشون کمک به دیگرانه، کمک به مؤسسات، کمک به سازمان‌ها، کمک به افراد یا غیر، سازمان‌های غیر انتفاعی. و سازمان‌های نظامی و اطلاعاتی شامل اینها هم نمیشه. و همینطور صاحبان کسب و کار یا املاک، یعنی کسایی که خودشون بیزنس دارن، که تو یه بار توضیح میدم این که مثلا شما یه شرکت بازرگانی دارید، کارمنداتون حساب میشن، اما شما خودتون شخص خودتون یعنی صاحب اون کسب و کار حساب نمیشید تو آمار. و یا یعنی اینکه کسایی هستن که سرمایه گذاری کردن تو بخش املاک مثلا، اونها هم حساب، خود اون فردی که سرمایه گذاری کرد اون هم حساب نمیشه. به غیر از اینها میشن افراد، در واقع هر کسی که غیر از اینها باشه میاد تو دسته، تو در واقع تو این دایره ای که NFP رو حساب میکنن، دستمزد غیر کشاورزی حساب میکنن. حالا
به این کار به صورت به این گزارش به صورت کلی گزارش شغل هم میگن. چرا؟ چون به خاطر وضعیت شغل داره مشخص میکنه دیگه، یعنی گزارشات شغل داره وضعیت مشخص میکنه و داده هایی که داده میشه داده هایی که نشون میده وضعیت اشتغال در چه سطحیه و داده های تغییر در کلیات و حقوق و دستمزد غیر کشاورزی رو در مقایسه با ماه قبل میگه به عنوان سنجش سلامت اقتصادی، که برای بحث اقتصاد خیلی مهمه که حالا در صفحات بعد بهش میپردازیم. و اینکه حالا چه زمانی NFP ارائه میشه، حقوق و مزایای غیر کشاورزی یا همون NFP در اولین جمعه هر ماه به غیر از موارد استثنایی، مثلا اگر اولین جمعه ماه بشه روز اول سال نو یا روزایی که بازار تعطیله، در اون 4-5 روزی که ما در کل تقویم داریم که 4-5 روزی که تعطیله، اگر NFP مصادف بشه با روز تعطیل جمعه بعدی اون اعلام میشه، ولی در کل در اولین جمعه هر ماه اعلام میشه و به وقت 8:30 صبح به وقت نیویورک که فکر کنم با ایران 8 ساعت اختلاف داریم میشه 4:30، 12 ساعت با ایران اختلاف داریم فکر میکنم که میشه 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران اگه اشتباه نکنم. حالا این داده ها به سیاست مدار و اقتصاددان ها برای اینکه وضعیت شغلی رو وضعیت اقتصادی رو تعیین و پیش کنن، متوجه بشن که وضعیت چیه و همینطور اینکه بتونن پیش بینی کنن آینده رو، یعنی برنامه‌ریزی های آینده‌ای که میخوان برای اقتصاد انجام بدن رو بتونن پیش بینی کنن، برای این در کل برای این استفاده میشه. چرا مهمه؟ چون که آمار اصلی گزارش شده از گزارش حقوق و دستمزد غیر کشاورزی تعداد شغل های اضافه شده از ماه گذشته رو نشون میده، یعنی شامل اون آمار کلی که حالا اون عددی که فقط تو شما تو تقویم اقتصادی میبینید تا فقط اون نیستش، یعنی NFP یه گزارش خیلی کامله، یه گزارش جامعیه که توش افراد اعداد مختلفی میان، اون عددی که شما در واقع روی تقویم اقتصادی روی اکانو کلندر میاد فقط یه بخشی از اینه، در واقع مهمترین بخشش رو میان اونجا میذارن، وگرنه خود این گزارش شامل خیلی چیزا میشه، تعداد شغل‌های اضافه شده رو نشون میده و اینکه همینطور نشون میده که کدوم یکی از شغل‌ها ارزش بیشتری داره، مثلا نیرو به صورت جزء میاد، گزارش به صورت جزء میاد مثلا میگه که بخش مثلا فلان نیروی کار بیشتری جذب کرده یا کمتر، شاید مثلا در کل NFP مثبت باشه و مثال دارم میزنم، مثلا در کل NFP مثبت شاید باشه ولی مثلا تو بخش چه میدونم مثلا صنایع غذایی ضعیف بوده باشه، تو بخش صنایع پوشاک قوی بوده باشه و این مثبت بودن صنایع پوشاک صنایع غذایی رو هم کاور کرده باشه، این اونقدر مثبت باشه که بیاد اینو کامل کنه. حالا اما این گزارش به صورت جزء وقتی در اختیار سیاستمدارا در اختیار بانک‌های مرکزی قرار میگیره یا در اختیار کسایی که میان وضعیت اشتغال رو میخوان برنامه‌ریزی کنن در اختیار اونا قرار میگیره، این جزء به اونا خیلی کمک میکنه که بتونن تشخیص بدن که در واقع کدوم بخشا مهمترن کدوم بخشا مهمتر نیستن و رو کدوم بخشا باید سرمایه‌گذاری بیشتری انجام بدن، کدوم بخشا ارزش کار بیشتری داشتن. اما حالا به غیر از بحث سیاستمدارا و بانک‌ها کسای دیگه هم از این استفاده میکنن. حالا قبل از که حالا بریم کسی دیگه استفاده کنیم اینه که ببینیم که حالا کسی دیگه که استفاده میکنن کیا هستن. کسایی که مخصوصا تو بازار سهام خرید و فروش میکنن، یعنی گزارش ریز NFP ببینید برای اسکالپینگ، حالا ما الان چون موضوع اسکالپینگ در مورد اسکالپینگ صحبت میکنیم بعدتر، من یه کوچیک در مورد برای اینکه NFP رو بدونید اصلا کلیتش چیه، میگم که NFP به غیر از اون تاثیر آنی که رو بازار میذاره، رو بازار مخصوصا ارز و طلا خیلی تاثیر مستقیم شدید داره آنی، به غیر از اینها تاثیر خیلی عمیق روی بحث بازار سهام داره. چرا؟ چون که 80% کارگرایی که تو تولید ناخالص داخلی امریکا رو در واقع توی این آمار تولید ناخالص داخلی حساب میشن، این آمار شامل 80% اون کارگرا میشه. حالا برای همین این روی بازار سهام تاثیر خیلی زیادی داره، شاید مثل بازار شاید مثل طلا و یه سری ارزهایی که ارزهای مستقیم با دلار مثل یورو USD USD JP با GBP USD شاید مثل اینا تاثیر آنی نداشته باشه اما تاثیر دراز مدت تر داره. برای همینم سهامدارا و اونایی که تو بازار سهام خیلی خرید و فروش انجام میدن، تخصصشون بازار سهامه، میان این آمار و ریزش رو بررسی میکنن که ببینن که مثلا تو کدوم بخش وضعیت چی بوده. سهام خب مثلا این NFP همونطور که عرض کردم شاید در کل مثبت بوده، اما اگه بریم تو جزئیاتش شاید مثلا صنایع پوشاک ضعیف بوده، شاید صنایع غذایی بهتر بوده یا برعکسش.
برای همین این آمار ریز NFP رو به درد خیلی به آمار ریز NFP رو بیشتر چیزا استفاده میکنن تو بخش کاری ما، بیشتر کسایی که تو بازار سهام خرید و فروش میکنن بیشتر اونا حساب میکنن. حالا نرخ بیکاری بلند مدت رو نشون میده، نرخ بیکاری جوان ها رو نشون میده، یعنی نشون میده که تو این NFP مثلا شاغلین بین 20 تا 30 سال چند درصد کمتر یا بیشتر شدن. شاغلین بالای 30 سال، این که میگن بین 20 تا 30 سال و بالای 30 سال دلیل داره، به اینکه 20 تا 30 سال رو ما شاغلینی حساب میکنیم که معمولا برای اولین باره یعنی وارد بازار کار میشن، یعنی که اینا قبلا کار نداشتن. بین 20 تا 30 سال ها معمولا در حالت کلین تو حساب میشن دیگه، که مثلا از دانشگاه فارغ التحصیل شدن یا از مراکز کارآموزی فارغ التحصیل شدن، اینها دارن وارد بازار کار میشن برای اولین بار. افراد بالاتر از 30 سال که حالا باز اونم بخش بندی میشه بین 30 تا 40 میشه و بالاتر از 40 میشه، اینها افرادی رو ما میگیم که حساب میکنیم که افرادی که معمولا کسایی هستن که قبلا یک کاری داشتن و الان کارشون رو از دست دادن به هر دلیلی و دوباره میخوان وارد بازار کار بشن. برای همین هم نرخ بیکاری این که میگیم جوونا، این که تقسیم بند نمیشه سالش، اینا خیلی مهمه. مثلا اینکه مشکلات که الان آلمان داره این بود که نرخ بیکاری بالای 30 سالش مثبت، اما نرخ بیکاری پایین زیر بین 20 تا 30 سالش منفیه. برای همین هم اقتصاد آلمانی مقدار اقتصاد ضعیفی بوده تو چند وقت و این تاثیرات منفی رو یورو هم گذاشته. حالا این نرخ مشارکت نیروی کار یه آمار کلیدیه برای اینکه تعیین نرخ بیکاری واقعی کشور هم هست، یعنی نرخ بیکاری آن امپلویمنت که بعدش بلافاصله ارائه میشه، این بر اون آن امپلویمنت نرخ بیکاری بر اساس این گزارش NFP میاد ارائه میشه، که این برای همین هم گزارش NFP گزارش خیلی خیلی مهمیه، چون تاثیرات بسیار عمیقی میتونه رو بازار بشه. همونطور که عرض کردم این که نشون چه چیزی رو نشون میده، اینی که نشون میده که کدوم بخش‌ها بیشترین اشتغال رو بیشترین شغل رو تولید کردن، تمرکز سود و زیان‌های بزرگتر رو کدوم بخش‌هاست، لیست بخش‌های خدمات حرفه‌ای رو کسب میاد تقسیم می‌کنه، بخش خدمات، بخش کسب و کار، مراقبت بهداشتی، فعالیت‌های مالی، معدن، ساخت و ساز، تولید، تجارت‌های عمده فروشی، خرده فروشی، حمل و نقل، انبارداری، یعنی اون لیست شامل همه اینها میشه. کارمندان دولت، چیزایی که مربوط به اوقات فراغت هم مثلا پارک ها یا بخش های توریستی، این لیست میاد همه اینها رو، یعنی اون NFP و عدد کلی که شما توی اکونومیک کلندر میبینید، تقویم اقتصادی میبینید، فقط اون عدد کلی نیستش، اون عدد کلی عرض کردن به درد کسایی میخوره که میخوان مثلا در واقع موضوع بحث ما میخوان اسکالپینگ کنن در یک بازی کوچیک، در یک مثلا در یک ساعت بعد از خبر یا قبل از خبر یا در طول اون میخوان بیان بحث اسکالپینگ رو انجام بدن، اون عدد به درد اونها میخوره. اما اگر شما بخواید از NFP استفاده دیگری بکنید، باید برید گزارش های ریز NFP رو بخونید، که گزارش ریز NFP رو یه گوگل که کنید میتونید پیدا کنید و معمولا ارائه میشه روی سایت های مختلف، روی سایت بلومبرگ، investing.com، جای مختلف که برید ارائه میشه، حتی خب به زبان انگلیسی. این اگر زبان انگلیسیتون خوب باشه میتونید گزارش NFP رو بخونید و از اون گزارش NFP تو بازار سهام، اگر با در بازار سهام معامله میکنید، در بازار سهام میتونید واقعا استفاده خیلی خوبی بکنید و ببینید که خب در این ماها چه داره میاد، بهتره که روی کدوم سهام سرمایه گذاری کنید، یا اگر سهام کدوم بخش رو دارید بتونید اونو بفروشید اگر نیاز هست که احتمال پایین رفتن قیمتش هست. حالا یه چیز دیگه هم که شامل میشه این گزارش، این که میانگین کار هفتگی، یعنی مثلا میاد گزارش میده که به صورت میانگین توی این هفته چقدر کار، ساعت کاری چقدر بوده، یا درآمد هر ساعت چقدر بوده، کارمزد چقدر، یعنی حقوق چقدر رشد داشته یا کمتر شده، اینا رو همه رو میاد تو، یعنی به صورت هفتگی هم گزارش هفتگی هم میده. بعد میاد گزارش ماهانه میده بر اساس این گزارش هفتگی، یعنی میانگین هفتگی رو میده بر اساس میانگین هفتگی، میاد ماهانه رو میده و بر اساس ما همین رو میتونیم سالانه رو تنظیم کنیم. حالا معمولا هم اینطوری در واقع بوده در طول، حالا تو تاریخ چند ساله که داره NFP اعلام میشه، که ماه مه بهترین چیز رو داشته، بهترین داده های NFP رو داشته در تاریخ اعلام NFP که با 129,000 شغل جدید بوده، و ماه اوت همین ماهی که تا دو هفته دیگه شروع میشه، تا 12 روز دیگه شروع میشه، بدترین آمار رو در وسط میانگین
چیز داشته، یعنی ضعیفترین آمار رو داشته در بین NFP هایی که در این چند سال ارائه شده که با میانگین 69 هزار شغل بوده. حالا برای اینکه یه اطلاعات عمومی تاریخی هم داشته باشید، سال 1994 بهترین رکورد داشت با، یعنی در کل سال با 3.85 میلیون کار جدید، یعنی در سال 1994 3.85 میلیون کار جدید در امریکا ایجاد شد که این بهترین رکورد تاریخ امریکا بوده تا الان از زمانی که NFP ها ثبت میشه. و سال 2009 بدترین رکورد بوده چون 5.5 میلیون شغل از دست داده، سالی که اگه خاطرتون باشه بحران مالی ایجاد شد، درسته؟ و که بدترین NFP بوده، 5.5 میلیون شغل از بین رفت، که علاوه آماری برای NFP بدترین آمار رو در تاریخ NFP ها ثبت کرده. سال 2017 حالا برای اینکه در نظر داشته باشید، رشد اشتغال به 2.1 میلیون نفر رسید که با افزایش 2.2 میلیون در سنی مقایسه در سال 2016 2.2 میلیون بود، در سال 2017 شد 2.1 میلیون. اینها گزارشات کلی و یه برای اینکه یه دید کلی داشته باشید که اصلا NFP چیه و اینها چه استفاده ای داره. حالا ما برای اینکه از NFP بتونیم استفاده کنیم در اسکالپینگ یا حالا هر بخش دیگه ای، چیزی که خیلی مهمه اینه که ما بدونیم که اینها تأثیر مخصوصا برای بحث اسکالپینگ وقتی میشه، تأثیر مستقیم و تأثیر آنی رو کدوم نمادها داره، یعنی برای کدوم نمادها اینا مهمتره که استفاده بشه، یعنی در لحظه تأثیر داره که ما بتونیم اندازه اسکالپینگ ازش استفاده کنیم. چیزایی که خیلی تأثیر داره تو کالاها، روی طلا تأثیر داره و روی ارزها، در ارزهایی که وابسته به دلارن مثل یورو دلار، دلار ین، پوند دلار و غیره، اینایی که یه طرفشون دلاره بهش میگن سبد ارزهای دلاری، ما اینطوری اسمشو میذاریم. حالا از بین این نمادها شما بیاین چیزی که انتخاب کنید، مثلا معمولا خیلی هم میان یورو دلار رو انتخاب میکنن و طلا، یا USDJPY رو هم خیلی خیلی انتخاب میکنن دلار ین. اینا ارزی رو انتخاب کنید که اول اصلا برای خودتون خود چیز باشه، ارز یا نمادی رو انتخاب کنید برای خودتون خود قابل فهمتر باشه و اینکه اسپرد کمتری هم داشته باشه، یعنی با اون بروکری که کار میکنید اینکه اسپرد کمتری، مثلا در هات فارکس ما برای طلا و یورو یو اس دی اسپردمون کمتر از بقیه است، میتونید مثلا این دوتا رو انتخاب کنید، یا یو اس جی پی وای اسپردش کمه، میتونید از این ها استفاده کنید. این در کل تا اینجا که اطلاعات بود فقط، و اینکه بدونید که اسکالپینگ به چه درد، در واقع اول اصلا بدونیم اسکالپینگ چیه و بعد بدونیم که NFP چیه و حالا میخوام بریم به بحث این که از اینا چطوری میشه استفاده کرد بپردازیم. تا اینجا اگر سوالی دارید بچه‌ها بفرسید تا بتونیم وارد مرحله بعدی بشیم و نحوه استفاده از این رو بخوایم توضیح بدیم. سوالی دارید تا اینجا یا نه در مورد مثلا NFP؟ سوال ندارید؟ خب بچه‌ها باید سلام میدن. چشم، سلام. سوال ندارید؟ خیلی خب. حالا مخفف چیه؟ مخفف اینجا کجا نوشتم؟ مخفف نون فارم پیروله، یعنی دست حقوق و دستمزد غیر کشاورزی، عبدالله عزیز، که N از این میاد، F از این کلمه میاد و P هم از پیرول میاد. این پیرول یعنی حقوق و دستمزد، فارم یعنی مزرعه و کشاورزی، نون هم یعنی غیر، یعنی حقوق و دستمزد غیر کشاورزی. روزی که خب امین میگه که روزی که NFP اعلام میشه باید وارد، بهتره که وارد بازار بشیم یا نه. خب الان عرض میکنم خدمتتون این بخشی که الان میخوایم در موردش صحبت کنیم، از متایی که تا اینجا بس صحبت کردیم، اگر سوال ندارید بریم حالا در مورد نحوه استفادهش صحبت کنیم. خب بریم در مورد نحوه استفادهش. ببینید بچه ها، ما از NFP دو جور میتونیم استفاده کنیم. اولش که من یه توصیه کلی عرض کنم خدمتتون. توصیه کلی اینه که اگر تجربه کمی تو بازار دارید و قبلا با NFP ها رفتار NFP ها رو درست بررسی نکردید، سعی کنید موقع NFP خرید و فروش نکنید. این در حالت کلی، یعنی اگر تجربه ندارید تو بازار، رفتار NFP ها رو بررسی نکردید، نمیدونید دقیقاً چه اتفاقاتی میفته،
سعی کنید در این موارد برای این دسته از افراد سعی کنید این موارد خرید و فروش نکنید. اما اگر میخواید، اگر تجربه رو بررسی کردید، یعنی تجربه دارید، رفتارهای NFP رو بررسی کردید، دیدید که چه اتفاقی افتاده و معمولا کندل ها یا شمع ها به چه صورت حرکت میکنن، حالا میتونید دو جور استفاده کنید. در این حالت باز اگر تجربه خیلی بیشتری دارید و میزان ریسک پذیریتون میتونه دقیق باشه، ما یه حالت داریم تحلیل فاندامنتال. تحلیل فاندامنتال یعنی چی؟ یعنی که شما میرید بررسی میکنید قبل از NFP، تحلیل میکنید، یا تحلیل ها رو میخونید یا تحلیل میکنید یا از یه مشاور استفاده میکنید، اون دیگه با خودتون. من فرض رو بر این میذارم که شما خودتون تحلیل ها رو میخونید و خودتون تحلیل میکنید. میاد بر اساس این تحلیل فاندامنتال به این نتیجه میرسید که مثلا NFP مثبت میشه. NFP مثبت یعنی چی؟ NFP مثبت یعنی دلار قوی. دلار قوی معنیش چیه؟ یعنی مثلا طلا رو اگه تو کالاها مثال بزنیم، طلا ارزشش سقوط میکنه. پس دلار قوی یعنی سقوط ارزش طلا. دلار ضعیف یعنی چی؟ اگر NFP منفی، آها خب دلار قوی پس سقوط ارزش طلا میشه. یورو USD میشه سعودی. یعنی با چرا؟ یعنی که با دلار میشه یورو بیشتری خرید، پس اون عدد میره بالاتر، پس طلا میاد پایین، بخشید یورو USD هم میاد پایین، بخشید چون اول یورو بعد USD، یعنی که با دلار میشه یورو بیشتری خرید دیگه، پس اون عدد چون یورو اوله عدد میاد پایین، پس سیر میشه چی؟ میشه نزولی. حالا اگر USD JPY باشه سیر میشه چی؟ سعودی. USD JPY چرا؟ چون USD اول، یعنی دلار ین ژاپن، این سیر سعودی میشه، این میشه NFP مثبت. حالا اگر NFP منفی باشه یعنی چی؟ یعنی که دلار ضعیف‌تر خواهیم داشت. دلار ضعیف‌تر یعنی طلا میره بالا، USD JPY میاد پایین، یورو USD هم میره بالا. این خب حالا ما اگر قبلش بیایم در واقع بیایم بررسی کرده باشیم به این نتیجه برسیم که خب ما اطمینان داریم یا درصد احتمال بیشتری میگیم یا به هر دلیلی که NFP میاد مثبت میشه، پس بر اساس مثبت شدن NFP میایم پوزیشنامون رو مشخص میکنیم که اونم الان براتون میگم. یه روش دیگه هم اینه که اصلا کار نشوش NFP مثبت میشه یا نه. وقتی که NFP اعلام شد نگاه کنیم که مثبت شده یه منفی، بیایم از سیستم پرایس اکشن استفاده کنیم که خیلی ها این کار رو انجام میدن، یعنی ریسکی کمتری داره به نسبت اینکه شما قبل از NFP خرید و فروش انجام بدید. این دوتا راه رو ما در واقع میتونیم انجام بدیم که چون موضوع اسکالپینگ، یعنی اون قسمت دوم، یعنی پرایس اکشن، یعنی تو بحث اسکالپینگ، بعد یعنی بعد از اینکه NFP اومده چی شده، NFP اومده NFP اعلام شد. خب حالا فرض میکنیم که مثلا این چارت USD JPY، این مثاله، خب اینجا NFP اومده اعلام شده، USD JPY سیرش سعودی بوده، یعنی چی؟ یعنی که NFP مثبت بوده، درسته؟ NFP مثبت بوده، سریع رشد کرده. خب ببینید حالا این که میگیم پرایس اکشن یعنی همین، این که میاد رشد میکنه، ما تو خب اون بحث اول اینه که اونایی که مثلا میان تحلیل فاندامنتال میکنن، میان مثلا چیکار میکنن، میذارن برای خودشون اگر مثلا اینجا خرید اینجا بسته بشه، خب اینو میان تحلیل فاندامنتال قبل از اینکه NFP الان اعلام بشه. حالا ما کاری به اون مسئله نداریم چون در مورد اون بحث نمیخوام صحبت کنیم، من میخوام در مورد بحث پرایس اکشن صحبت کنیم، در مورد بحث اسکالپینگ صحبت کنیم که از این موقعیت چطوری ما میتونیم چیکار کنیم، از این موقعیت چطوری ما میتونیم استفاده کنیم. خب کاری که ما میتونیم انجام بدیم، ببین تجربه معمولا اینو میگه، این در هیچ چیزی ثابت نیست و هیچ چیزی هم 100% نیست، اما تجربه معمولا اینطوری نشون داده که مثلا همین چارتی که الان اینجا اتفاق افتاده، وقتی NFP مثبت اعلام میشه یه دفعه یه جامپ بزرگ، یه پرش بزرگ ما خواهیم داشت. تو این پرش بزرگ سعی کنید وارد بازار نشید. حالا کاری که میتونید انجام بدین اینه که این پرش بزرگه که انجام شد، بعدش شروع میکنیم به اصلاحیه. این پرش بزرگ انجام میشه، شما میتونید اینجا فروش کنید، دوباره معمولا یه مثلا تا حدود یه ساعت بعدش میرسه به حدود و یا حتی پایینتر از اون جایی که در واقع این جهش انجام داده و بعد دوباره میاد بالا. خب حالا اینجا یه کار پر ریسک، این البته این کار یه مقدار ریسکش بالاست که اینجا شما چیکار کنید، اینجا فروش انجام بدید و در این سطح یا حتی قبل از اون ببندید با اینکه ریسکی کمتری داشته باشید و دوباره در این سطوح خرید کنید. این یه کاره که ریسکش بالاست، اما یه کاری که ریسکش کمتر اینه که اون لحظه که اعلام میشه شما کاری نداشته باشید، یا چیکار کنید، یا اگر سرعت عمل بالایی دارید در این حالتی که داره میره بالا، یعنی مثلا اعلام شده جامپ داره میکنه، این بالا رفتنه تو یک ثانیه که اتفاق نمیفته، مثلا توی
دو دقیقه، سه دقیقه، چهار دقیقه اتفاق میفته. در حالی که داره میره بالا چیکار کنید؟ شما اینجا یکی دو تا خرید انجام بدید، خرید انجام بدید، هر کدوم مثبت شد ببندید، خرید انجام بدید، از بالا شروع کنید به مثبت شدن، هی ببندید 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 ببندید. یعنی اینجا که داره میره بالا، خرید 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 تا مثبت میشن، یه عددی به دست میاد، هر چیزی اونو ببندید. با توجه به لات سایزی که با توجه به مارجینی که دارید لات سایزتون انتخاب کنید. یعنی در طول این که داره میره بالا، یعنی در جهت روند حرکت کنید. اما به محض اینکه شروع کرد به پایین اومدن، یعنی این ریورسال بهش میگیم، برگشتش انجام شد، این موقع دیگه شما چیکار کنید؟ خرید و قطع کنید. حالا اینجا کار پر ریسک‌تر چیه؟ کار پر ریسک‌تر اینه که بفروشید. اما کار با ریسک کمتر اینه که صبر کنید تا حلوش مثلا یک ساعت بعد از چیز، بعد از NFP، بعد از NFP شروع، حالا شروع کنید در این ریکارکشن هایی که این انجام میشه، یعنی وقتی که اومد پایین، در این دوباره بالا رفتن ها اینجا خرید کنید. این یه مورد، این یه روش برای انجام کاره. یه روش دیگه، یه موردی رو که باید یه مسئله که باید یادتون باشه اینه که خیلی وقتا در NFP این حالت فرم اتفاق میفته. این حالت فرم یعنی چی؟ یعنی یه رشدی میکنه، میاد پایین و یه مقداری میاد پایین، یه سولوش مثلا تا 23.8 تا لول 23.8 یا 23.6 32.8 چیزش میاد پایین، فیبوناچی میاد پایین، این میاد پایین و بعد دوباره از اینجا شروع میکنه به بالا رفتن. خب پس یه کار دیگه هم پس اینجا میشه کرد اینه که چیه؟ این قسمتی که اومد پایین، اینجا خرید انجام بشه و بعد بسته بشه. یعنی معمولا در خیلی بیش از 80% مواقع این که NFP اعلام میشه، این چیز دوم، موج دوم معمولا داریم. یعنی ما معمولا این موج دوم ایجاد میشه، یعنی یه بالا رفتن یه پایین و بعد دوباره مثل اینکه مثلا موتورشو داغ میکنه دوباره شروع میکنه بالا رفتن. یه راه دیگه هم اینه که چیکار کنید؟ یه راه دیگه هم اینه که شما توی مسیری که داره بالا میره خرید نکنید، که حلوش مثلا 2 دقیقه طول میکشه، 5 دقیقه ماکسیمم، میاد پایین تا 23.6 یا 32.8 فیبوناچی و وقتی که اومد پایین اینجا خرید کنید به سمت بالا. اینم یه چیز دیگه است، اینم یه آپشن دیگه، یه راه دیگه است برای انجام دادن. یه بحث دیگه، یه راه دیگه انجام دادن اینه که شما میاد اوردر تعیین میکنید. خب یعنی مثلا یه مثال بذارید، بذارید مثال بدیم رو چارت. این چارت چیه؟ یورو یو اس دی. آها خب الان ببینید این یورو یو اس دی دیروز اتفاقی که ما تو چارت دیروز داشتیم خیلی شبیه به چیز بود، خیلی شبیه به NFP بود. چون دیروز خبرهایی که اعلام شد تو بازار، اتفاقی که تو بازار اعلام شد باعث شد که مثل NFP این در واقع این جریان اتفاق بیفته، هم برای یورو یو اس دی هم برای طلا. میبینید که برای هر دوتاشون هم این مسئله دیروز، این مسئله که دیروز اتفاق افتاد، یه در واقع شبیه NFP بود. حالا میگم شبیه NFP الان نرز بکنم خدمتون. چرا؟ چون یه خبری اعلام شد که دلار باعث شد قیمتش بیاد پایین. نمیدونم خبر رو میدونید چیه یا نه. میدونید این خبری که دیروز اعلام شد که خیلی شبیه NFP بود، حالا یه تأثیرش، البته خبر دیروز که باعث شد دلار شدید بیاد پایین چی بود یا نه؟ تو بازار بودیم بچه ها، کسی میدونه دیروز چرا دلار شدید اومد پایین؟ نمیدونید؟ حتی من چون شنیدم ایران، تو ایران دلار رفته بالا. خب دلار تو ایران دلار نرفته، تو ایران تومان اومده پایین. نه دلار رفتن بالا به خاطر توقیف نفت کشه نبود، بالا رفتن ارزش دلار، پایین ببخشید، پایین اومدن ارزش دلار، پایین اومدن ارزش دلار. من تو آنالیز امروز صبح چیزام نوشتم، نمیدونم آنالیزا رو شما میخونید بچه ها؟ آنالیزا رو شما توی این سایت آنالیزز گاش کوشف میخونید یا نه؟ بذار من این سایت رو باز کنم. بچه این آنالیزا رو بخونید، این آنالیزا رو بچه ها اینجا می نویسن، ما می نویسیم، بچه دیگه می نویسن، اینا به خاطر همینه دیگه، برای این که شما اطلاعات داشته باشید. تا اونجایی که من متوجه شدم توی ایران با
چیز باید باز بشه با چی میگم بهش وی پی ان باید تو ایران باز کنید ظاهرا. خب ببینید الان تو این مثلا تجدید تحلیل طلا من امروز اینجا نوشته بودم، حالا این سایت رو سعی کنین آنالیز رو بچه‌ها سعی کنین آنالیز رو بخونید. آه این هم اینجا تو این آنالیز طلا نوشته بودم که 25 یا 50 موضوع اینه، هم تو آنالیز که امروز سایت نوشتیم، همین که دیروز هم رو آنالیزی که آندریا نوشته بود روی سایت آه ببخشید اینه اینه آخرین اخبار ارزها، آخرین اخبار جفت ارزها، این آنالیزی که دیروز آنجای نوشته بود که رو سایت گذاشتن به زبان فارسی شو، اینا رو کاش بچه بخونید، یعنی اگه میخواید تو خرید و فروشاتون وضعیت بهتری داشته باشید اینا رو بخونید. نه دلیل این که رشد سقوط دلار، سقوط ارزش دلار بچه ها، سقوط ارزش دلار نه کاری به نفتکشه داشت نه کاری اون به اون پهپاد، پهپاد ایرانی که اون که نزدیکای صبح امروز به وقت ایران، در واقع شب به وقت امروز، صبح امروز به وقت ایران بود که چیز کرد امریکا پهپاد ایرانی رو زد، دلیلشون نه، حالا زدن پهپاد ایرانی هم رو ارزش دلار نمیتونه تاثیر داشته باشه که. خب این آنالیزا رو اگر حالا رو این آنالیزا رو سعی کنید بخونید، ما چون سعی می‌کنیم آنالیزایی که چیز هست، آنالیزایی که در واقع از منابع معتبر، آنالیزایی که بچه‌های تیم خودمون می‌نویسن و سعی می‌کنیم داده ها آنالیزا بنویسیم، من هستم آنالیزایی هستش که من می‌نویسم، آنالیزی هستش که آیه سوارت می‌نویسه، آنجای می‌نویسه، این آنالیزا رو ما داریم رو وبسایت بچه‌ها، اینا برای شما داریم تهیه می‌کنیم. اگر می‌خواد تو تریداتون اطلاعات بیشتری حداقل داشته باشید، ببینید وضعیت بازار چی هست چی نیست، سعی کنین آنالیزا رو بخونید، یا اگر انگلیسی بلدید صفحه انگلیس آنالیز، صفحه انگلیسی، یعنی ما هم فارسی شو داریم هم انگلیسی، بالا زبانش رو میتونید عوض کنید، اینا رو بخونید بچه ها. خواهش همینه که حتما اینا بخونید قبل از اینکه معامله کنید، قبل از اینکه خرید و فروشاتون انجام بدید اینا رو بخونید و از این آنالیزا سعی کنید استفاده کنید. بله فارسی است امین عزیز، هم به زبان فارسی است هم به زبان این بالا زبانش رو میتونید عوض کنید، هم به زبان فارسی است هم به انگلیسی هم به اسپانیایی، حالا زبانایی که بلدید. آنالیزای هات فارکس همون آنالیزای سایت پرو تریدینگ ترید پرو اسکیلز، نه حتما آیه علی عزیز، علی خسرو ترید پرو اسکیلز، اینا یه سری از ترید پرو اسکیلز هم از این استفاده میکنه، یه سری فقط هات فارکس، یه سری اونه، یعنی بعضی وقتا مطالب شبیه بعضی وقتا مطالب فرق داره، ولی در کل بله تقریبا همونه آیه علی عزیز، تقریبا شبیه همدیگه‌ن. شما میتونید هم ترید پرو اسکیلز رو بخونید هم هات فارکس رو بخونید، این صفحه اصلی آنالیزای هات فارکس رو سعی کنید این آنالیزا رو بخونید بچه‌ها، این آنالیزا خیلی به دردتون میخوره. و الان مثلا ببین الان یه مسئله خیلی مهمه، شما اگر خرید و فروش انجام میدید تو بازار، یکی از مهمترین نکاتی رو که باید بدونید ارزش دلاره، یعنی شما اگر ندونید که این که بیت کوینه کجا بیم دلار، این شاخص دلاره، یعنی اگر شما شاخص دلار رو نتونید پیگیری کنید، ندونید که شاخص دلار به چه، چون ببین بچه‌ها شاخص دلار یکی از مهمترین چیزایی هستش که شما همیشه باید پیگیری کنید، یعنی شما اگر میخواید در بازار سهام خرید و فروش کنید، شما اگر میخواید کالاها مثل طلا و نفت خرید و فروش کنید، مثل نقره طلا نفت، شما اگر میخواید ارزهای اصلی مثل یورو یو اس دی یو اس دی جی پی وای جی بی پی یو اس دی، این ارزهایی که مربوط به دلارن یو اس دی ان زد دی، اینا رو اگر میخواید خرید و فروش کنید، چیزایی که مخصوصا مربوط به دلار، حتی ارزهایی که مربوط به دلار نیستن هم خیلی تاثیرپذیر از دلارن، برای همین سعی کنید بچه همیشه این شاخص دلار رو، من قبلا بارها عرض کردم به خدمتتون، شاخص دلار رو، این چارت شاخص دلار رو سعی کنید همیشه روی چارتاتون داشته باشید، چون یکی از واقعا یکی از مهمترین و شاید بتونم بگم مهمترین شاخصه ای هستش که میتونه رو معاملاتتون تاثیر بذاره، سعی کنید اینو حتما بررسی کنید. خیلی حالا خارج بشیم از این بحث، به بحث خودمون بپردازیم. دلیل اینکه دیروز دلار ارزش دلار شدید سقوطی بود، یعنی رشد نزولی داشت، به خاطر این بود که نرخ بهره آمریکا، رئیس بانک فدرال نیویورک، میدونید ببینید ما تو آمریکا، حالا اینا برای اینکه اطلاعات داشته باشید و اینکه وقتی خبرها رو میخونید ببینید درجه اهمیتش چیه چقدره، توی امریکا ما چند تا ایالت داریم که صحبت رئیسای بانکای اونها یا داده‌های اقتصادی اونها داده‌های خیلی مهمی هستند.
یکی نیویورک، یکی فیلادلفیا است که به اینا ایالت های امپریال هم میگن. چی میگن؟ امپریال چی میشه به فارسیش؟ ایالت های اصلی، پادشاهی، نمیدونم، امپریال، یه چیزی شبیه همینه. حالا ایالت های اصلی اینا، ایالت های سلطنتی اصلی، حالا یه همچین چیزی. مرسی سنینجا. این ایالت های نیویورک و فیلادلفیا خیلی مهمه. برای همینم اگه دقت کنید شاخصه اقتصادی نیویورک و فیلادلفیا روی چیز میاد، روی تقویم اقتصادی میاد. دیروز رئیس بانک مرکزی ایالت نیویورک گفتش که ما نیاز داریم که نه فقط 25 که 50% یعنی 25% نه، یعنی این هولوش 0.5% نرخ بهره رو کاهش بدیم، چون الان میدونیم نرخ بهره 1.75 رو می‌خواستن بکنن 1.5. رئیس بانک مرکزی نیویورک گفتش که 25% نه، ما لازمه که 0.5% اینو کاهش بدیم و بانک مرکزی لازمه که اقدامات گسترده‌تر، اقدامات سریع‌تری انجام بده، کوک اپلای داشته باشه. بهتر از اینه که الان ما اقدام کنیم، بهتر از اینه که صبر کنیم که وضعیت اقتصاد خراب بشه بعد اقدام کنیم. و خلاصه این صحبت‌ها، این انتظاراتی رو در بازار ایجاد آورد مبنی بر این که احتمال داره که نرخ بهره به جای 25% به جای 25% 1% بیاد کاهش، چیز 0.5% بیاد کاهش پیدا کنه. میدونید که ما تا چند روز دیگه اگه اشتباه نکنم 28 جولای جوری است، اگر اشتباه نکنم باید چک کنم، که جلسه بعدی FOMCه. این جلسه بعدی FOMC در مورد نرخ بهره میخواد تصمیم گیری کنه و این اظهار نظر دیروز باعث شد که نرخ دلار رشد سقوطی شدیدی داشته باشه، تقریبا همون عکس عملایی که ما تو NFP میبینیم. برای همین هم گفتم که حالا اتفاقی که دیروز افتاد ما میتونیم ازش شبیه سازی کنیم، برای NFP هم شبیه سازی کنیم، از ازش استفاده کنیم. این اظهار نظر، اتفاقی که تو یورو USD افتاد این بود. ببینید همون مسئله که عرض کردم خدمتتون، یعنی یه رشد صعودی شدید داشتیم دقیقاً بعد از اظهار نظره. یه رشد صعودی شدید داشتیم در یورو USD، یعنی وقتی که داشت یورو دلار دقیقاً قبل از این اظهار نظر. بخوایم چارت یک ساعته کنم. ببینید قبل از این اظهار نظر، یا تو 30 دقیقه هم مشخص. ببینید قبل از این اظهار نظر اینجا صعودی بود. خب وضعیت صعودی بود قبل از اظهار نظر. این وضعیت صعودی بعد از اینکه این اظهار نظر انجام شد، که این ساعت ها بود که اظهار نظر انجام شد، باعث شد که دلار رشد شدیداً نزولی داشته باشه و شاخص دلار حتی تا هولوش 96.20 اومد پایین، یعنی از هولوش 97 اومد تا 96.20 اومد پایین، رشد نزولی خیلی شدیدی داشت. این نزولی شدید باعث شد که چه اتفاقی بیفته؟ باعث شد که یورو USD تقریبا مثلا همون اتفاقی که ما تو NFP میبینیم. خب حالا بذم از این اسکرین شات بگیرم، چون رفتار چارتمون شبیه NFP هست، من از این اگر یه اسکرین شات بگیرم میتونیم روی روی اسکرین شات شاید بهتر بتونیم چیز کنیم، توضیح بدیم. ببینید این وضعیت تو وضعیت در NFP هم تقریبا شبیه همینه. ما یعنی یه رشد صعودی، یه رشد صعودی معمولا داریم. خب یعنی در NFP هم همین اتفاق میفته. یه همونطور که عرض کردم قبل خدمتتون، یه رشد کلی صعودی خواهیم داشت که سریع معمولا اتفاق میفته، بعد یه اصلاحی داریم و بعد دوباره صعودی، چیزی که الان داریم میبینیم تو این چارت هم اتفاق افتاده. خب حالا ما چند تا کار انجام میتونیم بدیم. یکی این که وقتی که این خبر داره اعلام میشه، یعنی موقع سخنرانی، کسایی که اخبار آنلاین پیگیری میکنن، اگر موقع اعلام این خبر تو بازار میبودن و میتونستن، خب میتونستن چیکار کنن؟ در این روند بالا مثلا دلار بخرن یا چیز کنن، بخشه یورو USD اینجا خرید انجام بدن، یا مثلا طلا رو میتونستن چیکار کنن؟ خرید کنن، یا USDJPY رو میتونستن فروش انجام بدن. این میتونستن اینجا انجام بدن. یا حالت دوم اینه که صبر کنن بعد از اینکه بازار به آرامش رسید، بعد اسکالپینگ رو اینجا شروع کنن، وقتی که اومد پایین دوباره که میخواد رشد صعودی انجام بده از این حالت انجام بدن. پس یکی ما میتونیم پرایس اکشن کنیم، یعنی اگر سرعت عمل بالا داریم، همزمان داریم خبر پیگیری میکنیم، میتونیم در این محدوده خرید و فروش انجام بدیم، خرید کنیم، یا در این محدوده، و یا اگه میخوایم با ریسک بالا انجام بدیم در این محدوده بیایم چیکار کنیم؟ فروش انجام بدیم. مثلا رو طلا بزنیم. خب ببینید طلا رشد داشت دیگه دیروز، خب به خاطر سقوط
دلار طلا رشد صعودی داشت. پس ما اگر اون خبر و موقع خبر این چارت رو در واقع این روند رو اینجا کچ میکردیم، پیدا میکردیم، بهش میرسیدیم، میتونستیم چیکار کنیم؟ میتونستیم روند وارد شدن به بازار رو در این منطقه خرید با خرید انجام بدیم، هی با خرید پیش بریم، با خرید پیش بریم تا این مراحل، و یا اینکه بیایم اسکالپینگ کنیم. چیکار کنیم وقتی که تا آخرین حد بالا رفت و شروع کرد به پایین اومدن، بیایم چیکار کنیم؟ بفروشیم که از 1100 و تقریبا 1453 دلار میتونستیم شروع کنیم به فروش که تا 1440 اومد، یعنی 1450 تا 1415 دلار اومد پایین تو کارکشنش. پس یه راه اینه که از کارکشن استفاده کنیم، یه راه اینه که چیکار کنیم در حین خرید انجام، در حینی که داره میره بالا انجام بدیم. اینا دوتا راه کلیه که ما میتونیم انجام بدیم و مخصوصا اینا برای در زمینه پرایس اکشن. حالا وقتی که دارید این کار انجام میدید، رو چارتای 15 دقیقه معمولا چارتای 5 دقیقه و 15 دقیقه میاد اسکالپینگ انجام میدید دیگه. رو چارتای 5 دقیقه و 15 دقیقه میاد چیکار میکنید؟ میبینید که خب این الان چیه؟ کندلا سبز سبز بدون که دوم پایین داشته باشه، این علامت خریده، خرید خرید خرید، یه خورده شک ولی خرید خرید. ببینید اینها هم علامت خریده، کندلای سبز یا صعودی بدون دوم پایین، خرید خرید خرید. اینجا یه مقدار شک و تردید تو بازار ایجاد شد، ولی کندل بعدی خرید، دوباره خرید. و برعکسش همینطور کندل نزولی ایجاد شد. این یعنی چی؟ یعنی که بازار در حال چیه؟ در حال وضعیت سقوطه. اینها کاری که میشه در حالت کلی موقع اسکالپینگ، موقع NFP انجام داد. چرا اینا رو میگم؟ برای اینکه ما اگر اینها رو، یعنی رفتارشناسی این، چون این اتفاق تقریبا شبیه همون اتفاقی که تو NFP میفته، ما اگر رفتارشناسی کندل ها رو در زمان NFP ندونیم، نمیتونیم در واقع چکار کنیم خرید و فروشمون درست انجام بدیم. پس برای اسکالپینگ کردن، برای اسکالپینگ درست در زمان NFP ما چند تا کار باید انجام بدیم، یعنی چند تا روش داریم. یه روش اینه که ما از روند صعودی در حین صعود استفاده کنیم، یعنی در این حالی که داره صعود، روند داره صعود پیدا میکنه، صعودیه، در این حال تا زمانی که تو بازار هستیم خرید انجام بدیم و این مسیر خرید رو پیش بریم با توجه به کندلایی که داره ایجاد میشه. این یه حالتشه. حالت بعدی اینه که ما صبر کنیم که بعد از این صعود اصلاحیه ایجاد بشه. اون اصلاحیه‌ای که ایجاد میشه ما تو اون اصلاحیه وارد بشیم. مثلا این یورو یوستی که اینجا عرض کردم خدمتتون، مثلا این اصلاحیه انجام بشه. این اصلاحیه که انجام شد، یعنی وقتی بعد از اینکه مطمئن شدیم که آره روند صعودیه و این روند صعودی الان یه اصلاحیه داشته، الان ما تو این اصلاحیه میتونیم چیکار کنیم؟ الان ما تو این روند اصلاحیه میتونیم حالا وارد بشیم و تو این اصلاحیه میتونیم وارد بشیم و تو این روند چیکار کنیم؟ تو این روند اصلاحیه خریدمون انجام بدیم. اون موقع میتونید اینجا خرید کنید. کار پر ریسک اینه که وقتی که داره بحث نزولی انجام میشه، که هم تو دلار میبینید که تو یورو دلار میتونید انجام بدید و هم توی طلا میتونید انجام بدید. این وقت روند اصلاحی که شروع میشه، این راه دیگه‌اش همین بود که چیکار کنید؟ در این روند اصلاحی وارد بشید و در این روند اصلاحی میتونید اینجا چیکار کنید؟ فروش انجام بدید و در سطح 32.26 تا 32.8 فیبوناچی میتونید خارج بشید. ببینید مثلا اینجا ما فیبوناچی رو بکشیم، از اینجا اگر شروع شده باشه، ببینید شما میتونید در واقع وقتی که شروع میشه الان تا 382 اومده، حتی تا 382 هم اینجا گذرونده، یعنی تا اولش 50 هم اینجا رسیده. ولی خب کاری که میتونید انجام بدید چی بود؟ برای اینکه اسمینان حاصل کنید، وقتی که روند نزولی شروع شد و شما متوجه شدید آها این روند الان دوباره داره اصلاحی انجام میشه، میاید چیکار میکنید؟ میاید یه فیبوناچی میکشید و بر اساس اون فیبوناچی میاید چیکار میکنید؟ بر اساس اون فیبوناچی میاید فروش انجام میدید، فروش رو انجام میدید، رو 382 ببندید. چرا؟ چون 382 اطمینان بیشتری برای رسیدنشه. همین اتفاق مثلا تو یورو یو اس دی هم اگه دقت کنید، یورو یو اس دی، تو یورو یو اس دی هم دقت کنید اتفاق افتاده. حالا یورو یو اس دی از 382 یه مقدار بیشتر اومده پایین. ما این روند صعودی ما از اینجا بعد از اعلام داد از اینجا حالا شروع شد. ببینید تو یورو یو اس دی هم تا هولش 61.8 هم رسیده. خب ولی خب 382 برای اینکه اطمینان حاصل کنید در 382 بهتر بود خارج بشید. یعنی شما اینجا فروش انجام دادید، میاید در 382 یا یه مقدار پایین‌تر از 382 فروشتون رو می‌بندید و این معنی که ریسکتون رو کمتر کنه، چون نه همیشه به 61 یا 50 میرسه، در 382
معمولا به 382 میرسه، یعنی 23 و 6 و 382 در درصد فیبوناچی معمولا به اینا میرسه. این فیبوناچی رو شما تو روند کلی NFP تون نصب کنید، این خیلی به شما کمک میکنه تو که از سطوح اصلاحی بیاید چیکار کنید، از سطوح اصلاحی بیاید استفاده کنید. پس یه روش این بود که پس روش های مختلف عرض کنم خدمتون. یه روش اینه که تحلیل فاندامنتال داشته باشید، که حالا من یه روش سوم هم هستش اونم عرض میکنم خدمتون. یه روش اینه که تحلیل فاندامنتال داشته باشید، قبلش خرید فروش انجام بدید، اون کارو به اسکالپینگ نداره، اما تو بحث زمینه اسکالپینگ کاری که میتونید انجام بدید همزمانی که داره روند بالا میره، مثلا NFP مثبت بوده الان این داره بالا میره، حالا منفی بوده یورو یوستی داره بالا میره، همزمان تو مسیر بالا رفتن خریدتون رو انجام بدید. خریدتون رو انجام مثلا میتونید پشت سر هم یه خرید اینجا 2-3-4 تا مثلا 2-3 تا خرید انجام بدید و بذارید بالا بره، نبندید تا زمانی که داره صعود میکنه. وقتی که رشد نزولی شروع شد برعکس از بالایی ببندید، از اون که نزدیکتر ببندید، اونو که بسید بلافاصله نشون داره میاد پایینتر، کانفرمیشن داره به شما میده، یعنی شما حتی مثلا 3 تا پوزیشن هم که باز کنید از پایین به بالا، بالاتری را که حتی اگه با صفر ببندید بازم این دو تا پوزیشن دیگه شما چیه؟ مثبته. این بالایی شما میتونه چی باشه؟ گارانتی این باشه که آها رسید به اینجا، پس من اینو ببندم حتی با صفر بدون درآمد، اما بدون فایده. اما این دو تای پایینی رو که دارم یا این سه تای پایینی رو که دارم و چیکار کنم؟ این سه تای پایینی رو اینا رو دیگه حالا اینا رو اینو که میبندم، این یه کانفرمیشن به من میده، تاییدیه به من میده که الان وارد روند اصلاحی شدیم، اینا رو ببندم. اینا رو که دارم میبندم چیکار میکنم؟ اینجا یه فروش هم انجام میدم، البته با یه ریسک مقدار بالاتر، برای 382 اینم میبندم. این میشه اسکالپینگ با استفاده از سطوح فیبوناچی در زمان NFP. این کارو میتونید انجام بدید. خب حالا وقتی که اصلاحی اومد پایین، وقتی که داره میاد پایین، شما صبر کنید که واقعا این روند بالا به چه صورت انجام میشه. ببینید بچه‌ها تو بازار عجله نکنید. چیزی که میبینید مثلا اینجا روند داشت، ببینید الان اینجا روند سعودی اینجا این روند سعودی دوباره که شروع شده، این روند سعودی دوباره میاد چیکار میکنه؟ میاد یه تاییدیه به شما میده، یعنی یه نزول کوچیک انجام میده دوباره سعودی، یعنی شما بعد از اینکه مطمئن شدید وضعیت سعودتون رو، بعد بیایید با سطوح، یعنی این سطوح فیبوناچی خیلی میتونه به شما کمک کنه. یعنی اومد به 23.6 رسید، صبر کنید، چون به 382 احتمالاً دوباره اینکه برگرده به 382 برسه در این حالت هستش. اومد دفعه بعد وقتی به 382 رسید میخواد بره بالا، اینجا خرید کنید. خرید میکنید رو 236 میبندید یا رو 0 میبندید. این وضعیت کلیه که حرکت های این رفتارشناسی کندل ها تو زمان، حالا درسته این خبر NFP نبود، اما در زمان NFP هم، حالا این مثال من زدم، من اینکه تو زمان NFP هم تقریبا همین اتفاق میفته، تقریبا شبیه اینه. پس تو NFP هم شما میتونید این کارو بکنید. اما یه راه دیگه هم هستش که یه مقدار ریسک بالاتری داره. یه سری چیزا، یه سری معامله گرا میان از اون استفاده میکنن. ببینید اون، من اینا رو پاک کنم، اونا میان چی کار میکنن؟ این راهو من بازم میگم، سعی کنید اول روی، برای اینکه این استراتژی که دارم میخوام الان عرض کنم خدمتتون، سعی کنید اینو اول روی دمو اکانت برای خودتون حتما حداقل یه بار چیز کنید، حداقل یک بار دو بار ترای کنید، تست کنید برای خودتون. بعد که تست کردید و مطمئن شدید که آها باید عددها رو چجوری انتخاب کنید، رو چه بازه‌هایی باید بذارید، اون وقت بیاید چیکار کنید، اون وقت بیاید انجام بدید. حالا وقتی که NFP اعلام میشه، خب ما میدونیم دیگه، مثلا یه ساعت بعد NFP اعلام میشه، وقتی که NFP اعلام میشه این نوسانات در بازار زیاده. یعنی چی؟ یعنی ما هم روند صعودی داریم هم روند نزولی. این روند صعودی و نزولی را ما میدونیم که در سرعت عمل زیاد، یعنی در یک سرعت عمل خیلی بالا اتفاق میفته. حالا برای اینکه از این سرعت عمل بالا، ما به عنوان انسان خیلی وقتا خب سرعت عمل به صورت مانوال بخوایم انجام بدیم، سرعت عملمون شاید نرسه، یعنی به قدرت تصمیم گیری در لحظه رو ما نداشته باشیم که در اون لحظه چیکار کنیم، همزمان بتونیم تصمیم درست بگیریم. برای همین اونجا میام چیکار میکنیم، برای همین بعضی معامله گرا اومدن یه راهی برای خودشون درست کردن، اونم میان اوردر میذارن. خب میان اوردرها رو میذارن، میگن مثلا الان قبل از NFP، میگن قبل از NFP الان مثلا این بچه، اینا مثال ها، خواهش میکنم بچه اینا مثال، حتما عددها رو بیایید
چیز کنید، عددها رو بیاید حتما چی میگم بهش، عددها رو حتما با توجه به اون چارت و اون روزی که دارید مقایسه کنید. قبل از NFP مثلا میبینن که مثلا قیمت اینجاست، این سطح قیمت قبل از NFP. خب دو حالت داره دیگه، یا NFP مثبت میشه یا NFP چی میشه، منفی. اگه منفی بشه این یورو یو اس دی چه اتفاقی میفته؟ یورو یو اس دی میره بالا، این میشه منفی. یعنی چی؟ یعنی که دلار ضعیف. اگه مثبت بشه میاد پایین. خب حالا ما حالت منفی رو یه مثال، اولین مثالی که الان میخوام بزنم حالت مثال منفیه. میگیم خب مثال منفی، میگیم که اگر فرض بگیریم بچه، البته این چیزی که میگم بذار من مثال هر دوتاش با هم بگم، چون این استراتژی هر دوتا با هم دیگه است. میگن که خب اگه منفی بشه چه اتفاقی میفته؟ میره بالا. پس میگن یه اوردر میذارن، اوردر خرید رو میذارن کجا؟ اینجا میذارن اوردر خرید بای استاپ. بای استاپ که میدونید با بای لیمیت چه فرقی داره دیگه، درسته یا نه بچه؟ فرق بای استاپ با بای لیمیت یا سل استاپ با سل لیمیت رو میدونید؟ خب خدا رو شد، خب کار منو ساده کردید، مرسی 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 مرسی. خب حالا آره، ما اگه بودم اگه نمیدونم نمیخواستم الان توضیح بدم، میخواستم چون وقت میگیرم، خواستم اگه نمیدونید اش روی کانال یوتیوب ما در موردش ویدیو داریم. خب حالا میان چیکار میکنن؟ میان میگن که خب اگر این NFP مثبت باشه منفی باشه میره بالا دیگه، پس میان بای استاپ میذارن تو این عدد یه مقدار بالاتر از اون سطحی که هست و تیک پروفیت رو مثلا اینجا میذارن بای استاپ، اینجا میذارن بای استاپ، اینجا میذارن تیک پروفیت، و بعد میان مثلا یه مقدار بالاتر میذارن سل لیمیت، تیک پروفیت هم میذارن اینجا. یعنی از روند صعودی یه خرید و فروش تو روند صعودی انجام میدن، یه خرید و فروش تو روند نزولیش. خب بعد همزمان میان اگر این در این حالی که اینا رو دارن، یعنی این دوتا اوردر رو اینجا چیکار میکنن؟ این دوتا اوردر رو دارن، حالا میان میگن که خب اگر مثبت بشه چه اتفاقی میفته؟ اگر مثبت بشه میره پایین. بذار این حالا این دفعه رنگش رو چه رنگی کنیم که با اون فرق داشته باشه؟ قرمز ما داریم، سبز داریم، بیایم رنگش رو چه رنگی بزنیم بچه؟ اولیو بزنیم، شبیه اولیویه، اسم دوست دختر قبلی من. خب این رنگ این، حالا میگم که اگه مثبت باشه چه اتفاقی میفته؟ مثبت باشه روند یورو یو اس دی نزولی میشه. روند نزولی میگن که خب اگر روند نزولی باشه پس ما یه اوردر میذاریم اینجا، یه اوردر فروش میذاریم اینجا سل استاپ، و تیک پروفیتمون رو مثلا میذاریم اینجا، و بعد توی برگشتشون یه خرید میذاریم اینجا، تیک پروفیتمون رو میذاریم اینجا. اینا میان چیکار میکنن؟ اینا میان یه در واقع یه فروش اینجا انجام میدن برعکس این خریده، و یه خرید اینجا انجام میدن برعکس این فروش. در واقع میان چیکار میکنن؟ میان چهار تا اوردر میذارن که این اوردرها با توجه به اینه که میگن اصلا ما کاری به نداریم، مثلا به ما مثلا میگن من چرا باید برم پیش بینی کنم که NFP مثبت میشه یا منفی؟ اصلا کاری هم ندارم NFP مثبت میشه یا منفی، صرفا میخوام از پرایس اکشن استفاده کنم. تو پرایس اکشن میان چیکار میکنن؟ میان به این صورت اوردرها رو میذارن، یعنی اوردرای فروش، اوردر فروش و اوردر خرید میذارن، و بعد میشینن کنار. اگر دیدن NFP مثبت شد، اوردرای بالایی رو پاک میکنن و با این اوردرای پایینی خرید و فروش انجام میدن. اگر NFP برعکس منفی شد، با این انجام میدن. یعنی این هم یه روشه. پس ما سه تا روش داریم برای NFP. یه مرور کلی بکنم این سه تا روش رو، وقتمون هم تموم شد و بعد به سوال جواب به سوالاتون جواب بدم. پس ما سه تا روش داریم. یه روش اینه که ما تحلیل فاندامنتال میکنیم و کلیت رو میدونیم که بالا میره یا پایین، میایم بر اساس اون چیکار میکنیم؟ میایم بر اساس اون اوردر میذاریم یا تا زمان خریدمون میایم خریدمون انجام میدیم یا فروشمون انجام میدیم، در کل معاملمون انجام میدیم. یه زمانی هم هستش که ما این کار نداریم، میخوام از پرایس اکشن استفاده کنیم، میخوام از اسکالپینگ استفاده کنیم. برای اسکالپینگ هم من سه تا روش عرض کردم خدمتتون. یه روش اینه که زمانی که داره میره بالا، تو همین مسیر بالا رفتن از همین مسیرها هی تیکه تیکه استفاده کنیم. مثلا شما سه تا اوردر مثلا داره میره بالا، یه فروش، دو فروش، سه تا فروش انجام بدید و ساب کنید این بره بالا. هر موقع رفت بالا و وقتی که داره شروع میکنه به پایین برگشتن، این روند اصلاحیه، بریم در واقع خرید بالایتون که رسید
قبل از اینکه این منفی بشه در حالت صفر اینو ببندید، اینم ببندید، اینم ببندید. یعنی اینو که بستید این سومین فروش، سومین خریدتون رو بذارید مثل علامت چیز، مثل این ناقوسای دریایی هستن که میذارن میگن علاوه به این مثلا چه میدونم این نور باشه به عنوان علامت. این خرید سومتون رو بذارید برای اون خرید سوم، بذارید به عنوان اون ناقوسی که میخواد به شما خبر بده که آقا مثلا کشتی خبر بده که آقا مثلا ساحل نزدیکه، یا مثلا اینجا شهره. اون خرید سومتون بذارید برای این. یعنی اینجا این خرید سومتون رو خرید یک، خرید دو، خرید سه، به خرید سه این روند که اجازه بدید تا بالا برید اینا نبندید. وقتی که این روند برگشت خواست برگرد اصلاحی انجام بده، اون خرید سومتون قبل از اینکه منفی بشه در حالت مثبت اونو ببندید، همزمان که اونو میبندید این سه تا خریدتون هم ببندید. در این صورت حداقل دو تا خرید شما چی بوده؟ دو تا خرید شما با روند مثبت با فایده مثبت بسته شده. این یه روش. یه روش اینه که چیکار کنید؟ اینا رو که دارید میبندید تو این خرید سومتون، یعنی به اون خرید سوم که رسید، یعنی دارید اینا رو می‌بندید به اون خرید سومتون که رسید، یعنی اینجا که رسید چیکار کنید؟ یه فروش هم انجام بدید که البته این ریسکش بالاست، من توصیه نمی‌کنم، ولی خب اگر قدرت و سرعت عمل بالا دارید میتونید این کار انجام بدید. اینجا فروش انجام بدید و روی 382 فیبوناچی ببندید. حالا نه وابسته اینکه حالا می‌خواد به 50 برسه یا به 60 برسه یا نه. این یه کاری که انجام میدید. کار بعدی که میتونید انجام بدید چیکار کنید؟ اصلا هیچ کدوم از اینا رو انجام ندید، صبر کنید بره بالا، برگشت اون اصلاحی دوم، یعنی اون موج دوم حرکتی، تو موج دوم حرکتی وارد بشید که این موج دوم حرکتی بالاترین میزان وارد شدن افراد رو داره. برای همینم میزان درآمدی که از اینجا میتونید کمتر بگیرید کمتره، اما اطمینانش بیشتره. یعنی تعداد افرادی که توی موج دوم وارد میشن تعدادشون خیلی بیشتر از افرادی که در موج اول وارد میشن، چون موج اول واقعا ریسک بالایی داره و نیاز به سرعت عمل بالایی داره که هر کسی اینو نداره و نمیتونه قدرت و سرعت تصمیم گیری در سرعت عمل بالا داشته باشه. برای همین موج اول تعداد کسایی که وارد میشن کمه و فایدهش هم بیشتره. موج دوم چون اطمینان بیشتری داره تعداد افرادی که وارد میشن بیشتره، فایدهش یه مقدار کمتره. یه راه این بعد با راه بعدی هم چی بود؟ راه بعدی هم بود که بر اساس خطوط فیبوناچی میاد نصب رسم میکنید، بر اساس خطوط فیبوناچی میاد چیکار میکنید؟ خرید فروشاتونو انجام میدید. و آخرین راه هم که عرض کردم خدمتتون این بود که میگه چیکار میکنید؟ میگه که اوردرهای پیش از میذارید، یعنی اصلا کاری ندارید که شما مثبت میشه NFP یا منفی، میگه چیکار میکنید؟ میگه اوردرهای خرید و فروشتون رو میذارید، این اوردرهای خرید و فروشتون مثبت بشه میره بالا، اون اوردر رو اکتیو میشه، منفی بشه میاد پایین، اینو دیگه اوردر اکتیو میشه. این سه چهار تا روش کلی بود که در اسکالپینگ در زمان NFP میتونید ازش استفاده کنید. موضوع بحثمون تموم شد، بریم به سوال و جواب ها. بچه سوالی دارید بپرسید، من برای سوال ها در خدمتتون هستم. امین در مورد کاهش علت کاهش دلار که عرض کردم خدمتتون چرا کمتر بوده، افزایش جنگ تجاری و تنش بین چین و امریکا ارزش طلا رو بالا برد. بله، یکی دیگه از دلایلی که ارزش طلا دیروز بالا رفت این بود که افزایش جنگ تجاری بین امریکا و چین، و نه فقط امریکا و چین، که به این جنگ تجاری ژاپن و کره جنوبی هم به این جنگ تجاری وارد شدن. یعنی جنگ تجاری الان دیگه فقط امریکا و چین نیست و الان ژاپن و کره جنوبی هم به این جنگ تجاری وارد شدن. بعد دیروز کره جنوبی یه سری محصولات ژاپنی رو وارداتشون رو به کره جنوبی ممنوع کرد و این یه سری تنش‌های تجاری رو بالا برد که اینها باعث شد که چیز بشه، اینها باعث شد که ارزش طلا دیروز بره بالا. ولی خب دلیل اصلی سرعت اون رشد عجیبی که سریعی که داشت، اون رشد سریعش به خاطر ارزش کاهش ارزش دلار بود. خب محمد عزیز سلام دادن علیک، مرسی محمد جان برای سلامی که دادید. خب سیمین پرسیده NFP روی قیمت نفت هم تاثیر داره. سیمین جان NFP رو قیمت نفت تاثیر خاص، تاثیر زیادی در کوتاه مدت نداره. یعنی اگه ما بخوایم بحث اسکالپینگ رو تو NFP بررسی کنیم، با نفت نمیشه در زمان NFP اسکالپینگ انجام داد. اما آیا اینکه روی قیمت نفت تاثیر داره؟ بله. از چه لحاظ؟ همونطور که عرض کردم NFP یه سری داده‌های بسیار بسیار جزئی هم به ما میده که اون داده‌های جزئی به ما میده که مثلا صنایع بخش انرژی مثلا وضعیتش چیه. اون دادایی که در مورد صنایع بخش انرژی هست اون میتونه رو قیمت نفت تاثیر بذاره، ولی قیمت تاثیرش آنی نیست، یعنی تاثیرش در لحظه نیست، تاثیرش یه مقدار طولانی‌تره. و برای نفت برای اسکالپینگ از نفت در زمان NFP نمیشه استفاده کرد. این حداقل درباره بحث اسکالپینگ در زمان NFP برای اون.
توی روش سوم محمد رضا گفته اگر توی روش سوم گپ رخ بده که معامله گر متضرر میشه. بله این هم اتفاق میفته آقای محمد رضا. ببینید برای همون عرض کردم که روش های مختلف هست خب، و اینکه از کدوم روش من ببینید من اول وبینارم محمد عزیز و بقیه دوستان عزیز، من اول وبینارم عرض کردم خدمتتون پیش چیزایی که مطالبی که ما داریم عنوان میکنیم مطالبی که به صورت کلی میشه انجام داد، اینکه کدومی که از این استراتژی ها رو شما میتونید انجام بدید و اینکه اصلا این بازار ریسک داره، هر زمان میتونید این ریسک تو بازار اتفاق بیفته زیاده، برای همین هم عرض کردم که شما اگه میخواد ریسک بالا انجام بدید میتونید اون روش سوم رو انجام بدید، میخواد ریسک کمتری انجام بدید صبر کنید اون بالا پایینا که انجام شد تو موج دوم وارد بشید. ببینید برای همون بود که عرض کردم محمد عزیز که من تصمیم گیر نیستم که کدومی که از این استراتژی ها رو کدومی که از این روش ها رو شما میخواید استفاده کنید. کاری که من میتونم براتون انجام بدم اینه که حالت های کلی که میتونه اتفاق بیفته تو بازار رو و استراتژی های مختلف که میتونید انجام بدید اونا رو بیام عرض کنم خدمتتون. اینکه تصمیم گیر شما هستید که انجام میدید در این شکی نیست که شما با تصمیم بگیرید که حتما اینا رو اول با حساب دمو اکانت ترای کنید و بعد بیاید چکار کنید و بعد بیاید انجام بدید. امین پرسیده که در مورد ربات ها من چشم من یه دونه وبینار در مورد ربات ها اجازه بدید چند بار بچه پرسیدن بعد من اینو یادداشت کنم. معاملات بچه ها یه وبینار داریم در مورد آتو چارتیست. خب بذار من اینجا یادداشت کنم که تو آتو چارتیست در مورد آتو چارتیست و که میشه تاریخ 16 اوت. خب 16 اوت در مورد آتو چارتیست داریم. من الان یادداشت میکنم روزی که در مورد آتو چارتیست صحبت میکنیم در مورد ربات ها هم صحبت کنیم. من در مورد نفس مطلب براتون تعریف کنم. چشم امین پرس خواستن که در مورد ربات ها صحبت کنیم. قله رشد یا دره نزول در اولین حرکت خبر NFP چگونه قابل تشخیص است؟ پس که مقدار مثبت یا منفی آن دارد؟ ابراهیم عزیز بله ببینید NFP وقتی معمولا اعلام میشه اینکه میزان رشد یه چیزی رو در نظر داشته باشید. بذار من رو تقویم چیزی بهتون نشون بدم که همزمان با NFP شما باید چه چیزی رو نگاه کنید. یه مسئله هست تو تقویم، این من قبلا هم فکر کنم تو وبینارهای دیگه یادآوری کردم اما اینجا بذار یه بار دیگه هم در مورد این من یادآوری کنم. ببینید من بذارید من برنامه و چیز میز رو کامپیوتر زیاد بازه داره خود اذیت کنم، هم خودم مرد شدم هم کامپیوتر هم پیر شده. خب بچه ها تو دفتر بعض وقتا میگن که تو حوصله داری سب میکنی تا این کار کنی، میگن خب دیگه عادت کردیم بهش. بریم این ماهو بذار من به اینکه روز NFP بیاد بذار من بذارم NFP قبلی رو بذارم. خب مانده Tuesday. خب این جمعه اول همین ماه ژوئیه که NFP اعلام شد. خب ببینید که NFP اینجا چند تا مسئله همزمان با NFP بچه ها مهمه. خب NFP چیزی که باش مهمه یکی اولش که این اختلاف عدد است، یعنی مثلا پیش بینی بوده 160 حالا برآورد مثبت بوده ولی چقدر اختلاف بوده. ببینید از 72 که ماه قبلی بوده پیش بینی بود که بشه 160 درصد که شده 224، پس این تاثیر بیشتری رو بازار میذاره. خب اما باید یه چیزی هم دقت کنیم، ما همزمان با این یه خبر مهم دیگه هم داریم. خبر مهم دیگه میزان بیکاریه. ببینید اینجا به صورت معمول ماه قبل باید اتفاقی که میافتاد اینه که
دلار باید رشد خیلی زیادی انجام میشد روش. دلار رشد کرد اما چون شاخص بیکاری پایین تر از حد انتظارات بود، یعنی 3.6 بود پیش بینی ها که تغییر نکنه، اما شد میزان بیکاری شد 3.7%. این 3.7% منفی، یعنی خبر منفی که اینجا داشتیم، خبر مثبت NFP را هم چکار کرد؟ تحت تاثیر قرار داد. برای همین اینکه این NFP، خبر NFP چقدر میتونه روی بازار تاثیر داشته باشه، یعنی خبرش چقدر میتونه چیز باشه، تاثیرگذار رو بازار باشه و باعث بشه که قیمت یورو یو اس دی چقدر صعود کنه یا چقدر نزول کنه بقیه، این یه دلیلش در واقع یکی از اون باید دقت کنیم، یعنی میزان صعود نهایی یا نزول نهاییش رو، اینو میزانش رو میشه بر اساس این خبرها چی. پس همزمانی که شما دارید به خبر NFP نگاه میکنید، دقت میکنید، سعی کنید به خبر تغییرات شغلی هم در کنارش دقت کنید. اگر هر دوتاش مثبت باشه خب تاثیر خیلی بیشتری داره، اگر هر دوتاش منفی باشه تاثیرش خیلی بیشتره، ولی اگه یکی مثبت یکی منفی باشه با توجه به اینکه اختلافات چقدر بوده. عبدالله پرسید که در روش سوم اگر اوردر یک سمت اکتیو بشه سمت مخالف اتومات کنسل نمیشه؟ نه، اتومات کنسل نمیشه. اوردرها رو باید خودتون کنسل کنید. عفوا فرمایید، اوردرها هیچ اوردری به صورت اتومات کنسل نمیشه مگر اینکه شما به صورت اتومات بهش تایم بدید، یعنی مثلا بهش تایم بدید که مثلا در 5 دقیقه، در 10 دقیقه، در 1 ساعت اگر اکتیو نشدی کنسل شد. ولی اگر شما بهش تایم ندید کنسل نمیشه و خودتون باید کنسل کنید. سیمین پرسید بعضی مواقع قبل از اعلام موج شروع به حرکت شدید میکنه، چرا اینطوریه؟ خب اون پیش بینی بازاره. ببینید بازار هیچ موقع آره بعضی مواقع قبل از اینکه اصلا اعلام بشه، چون معمولا بازارا مثلا میان پیش بینی میکنن که مثبت میشه یا منفی، موجا بالا پایین میشه و بعد که موجا در واقع اون بالا پایین اعلام میشه، یکی از اون جهت ها رو انتخاب میکنه برای رفتن. ولی اینکه خیلی بعضی مواقع بعد اتفاق میفته، اصلا قبل از که خبر اعلام بشه موجا شروع میشه، اونم مال زمانی که بازارها خیلی حساسن. یعنی یه سری زمانهای ما یه سری NFP داریم که NFP حساسی هستن، NFP هایی که مثلا در اول دوره سه ماهی اول یا این دورهای کارترا سه ماه اتفاق میفته، سه ماهی اول، دوم، سوم، NFP هایی که همزمان میشن با اولین دوره سه ماهی یا آخرین هفته سه ماهی دوم یا سه ماهی اول، اون NFP های مهمتری هستن و تاثیرات خیلی بیشتری دارن رو بازار، چون رو گزارش های سه ماهی میخوان تاثیر بذارن. برای همین معمولا قبل از اونها ما چیز داریم، این چیز این نوسانات بازار، این نوسان بازار این مقدار شدیدتر میشه، قبل از اونم اعلام میشه، بله قبل از اونم دیده میشه. بعضی وقتا دلیل اعلام میشه، دلیلی که بعضی وقتا این دلیل این که قبل بعضی وقتا قبل از خبر NFP اون نوسانات ایجاد میشه به خاطر حساس بودن اون روزه. امین پرسیدن که میشه در مورد صنعت فارکس و بورس در دنیا صحبت کنیم تا دیدگاه بهتری داشته باشیم. صنعت فارکس و بورس، امین ما یه چیزی داریم، یه وبیناری داریم، اینو شرکت کن، دانش پایه‌ای از اصول معامله گری. خب هفته بعد من در این، چون این وبینار برای در واقع بیشتر برای بگینرها هستش و اطلاعات کلی، دانش کلی صحبت میکنیم، من اینجا یادداشت میکنم که تو وبینار یه مقدار در مورد توضیح کلی در مورد FX و پوست، من تو وبینار هفته آینده که در مورد دانش پایه اصول معامله گری هست، در اون در مورد فارکس و بازار سهام هم یه توضیح میدم که اطلاعات بیشتری داشته باشه. چشم اینجا حتما تو وبینار هفته بعد شرکت کنید. فرهام تشکر کردم، محمد شما تشکر میکنم برای شرکتتون. خب محمد رضا پرسن نماد ایندکس دلار در نمادهای هات فارکس قرار داره یا باید از بروکر؟ نه تو هات فارکس هستش جان، محمد جان، این نماد ایندکس دلار، نماد ایندکس دلار توی در همه چیزها، در همه بروکرها هست. اینجا شما میتونید برید این مثلا متا ترید 4 اینجا سرچ کنید یو اس ایندکس کنترل یو، سرچ کنید تو نمادهاتون، توی بحث تو نمادهای تو شاخصه ها هستش، تو این ایندیسیس هستش، یو اس ایندکس. این
توی همه چیزا هستش، تو همه بروکرها داره، هات فارکس هم داره. این یو اس ایندکس رو سعی کنید حتما ازش استفاده کنید، خیلی مهمه بچه. این من پیشنهادم اینه که حتما سعی کنید از یو اس ایندکس حتما سعی کنید رو چارتاتون داشته باشید. خب علی پرسیدن که وب مانی بهتر یا پرفکت مانی. والا من نمیدونم وب مانی بهتر یا پرفکت مانی. باید ببینید که درصداشون کدومی که به شما درصد بهتری میده علی جان، چون هر دوتاشون هم قابل استفادن. تا اونجا که من شنیدم برای ایران قابل استفادن، یعنی نمیدونم پرفکت مانی هم تو ایران دفتر داره یا نه، ولی خب وب مانی من شنیدم تو ایران دفتر داره. در مورد نمیدونم واقعا کدومی که بهتره، واقعا نمیدونم علی ببخشید، در مورد وب مانی یا پرفکت مانی نمیدونم. محمد رضا تشکر کردم، من هم از شما تشکر میکنم. عبدالله پرسیدن که ماشاءالله خوب موندم. من سن زیادی ندارم عبدالله جان، من پیر نکن، 35 سالمه. ولی خب آره دیگه زندگی و اینا فشاره. من کاری که میکنم بچه خیلی دوست دارم، من 12 سال دارم این کار رو انجام میدم، چه بحث معامل خرید و فروش و یا بحث تدریسش، من واقعا از کارم لذت میبرم. و بچه هایی که کسایی که بعضی وقتا دوستایی که میان دیدنم دفتر میان یا خونه میان یا وقتی اصلا بیرون میریم، همیشه گوشی دستم دارم بازار رو چک میکنم، میگن که او خسته نمیشی از این کار و همش داری وضعیت بازار رو چک میکنی. هم که یا مثلا من بعضی وقتا مثلا باورتون نمیشه، من بعضی وقتا شبا که میخوابم، بعضی وقتا اکثر شبا تا صبح 3 یا 4 دفعه بیدار میشم، وضعیت بازار رو چک میکنم، قیمتا رو چک میکنم و خبرها رو چک میکنم، در حد مثلا هر دفعه 5 دقیقه و بعد دوباره چک میکنم و بعد دوباره میخوابم. و این کار من با عشق و علاقه دارم انجام میدم و من واقعا دوستش دارم، واقعا عاشق این کار هستم. البته خب فشار عصبی که این کار داره وارد میکنه زیاده و خیلی بیشتر از 35 سال منو پیر کرده. ولی خب بازم بابت کامنت مثبتتون مرسی عبدالله عزیز. محمد ممنون از شما بابت اطلاعات خوب شما، خواهش میکنم. امینم تشکر کردم، من از شما تشکر میکنم. خب قوی سعید پرسیده که قوی یا ضعیف شدن یک ارز که معمولا هفته چند بار اتفاق میفته معمولا به چه دلیلی غیر از خب آها بچه این سعید پرسیده که من سوالش کامل بخونم. سعید پرسیده که قوی تر یا ضعیف تر شدن یه ارز به غیر از NFP چه تأثیرات دیگه ای داره. NFP مال امریکاست، اولش که NFP برای امریکاست و تأثیرش رو دلاره، یعنی NFP روی یورو تأثیری نداره، روی یورو USD تأثیر داره، یعنی روی جفت ارزه تأثیر داره، وگرنه NFP روی یورو تأثیری نداره، NFP روی چه میدونم روی ین تأثیری نداره. NFP هم مخصوص امریکاست، ما همچین چیزی تو آلمان نداریم، ما همچین چیزی تو ژاپن نداریم. مثلا NFP ژاپن ما نداریم، اونجا شاخصهای دیگه هستن. خب اما اینکه روی حالا چه روی دلار چه یورو چه ارزهای دیگه کلاً چه چیزی روی شاخص ارز روی کلاً ارزها تاثیر میذاره، وضعیت اقتصادیه. هر چقدر وضعیت اقتصادی ببینید چند چیزای مختلفی که مهمترین دلایلی که باعث میشه ارز یک کشور ارزشش بهتر بشه یا پایین‌تر. دلایل اصلی یک شاخص رشد اقتصاده. یه چیزی ما داریم اکونومیک سنسیتیو، یعنی اینکه حس علاوه احساسی، یعنی چی میگم وضعیت کلی، وضعیت روانی اقتصاد. خب یعنی اکونومیک سنسیتیو میاد وضعیت ما یه چیزی داریم که شاخص‌های اقتصادی عدد داریم که میمون عددا رو بررسی می‌کنیم، میگیم وضعیت مثلا اقتصادی مملکت خوبه. یه چیزی هم ما داریم مثلا توی سلامت جامعه، مثلا چی میگم، میگم مثلا امید به آینده، مثلا امید به زندگیش مثلا 70 سال 40 سال 20 ساله. خب ما تو اقتصاد هم یه بحث یه آنالیزی داریم، یه نوع آنالیزی داریم بهش میگن که فارسیشو چطوری بگم بچه، اکونومیک سنسیتیو، یعنی اینکه وضعیت روانی اقتصاد، یعنی اصلا کاری نداریم که اقتصاد خوبه یا نه. خب علاوه روانی مردم چه احساسی دارن به وضعیت اقتصاد، یعنی مردم فکر میکنن که وضعیت اقتصاد، یعنی شاخص روانی اقتصاد مثبت یا منفی. اینم تو زمینه پس یکی وضعیت خود اقتصاد، یعنی شاخص اقتصاده، یکی وضعیت روانی اقتصاده که چیزه که این وضعیت اقتصاد روانی اقتصاد میتونه
روی ارزش ارز تاثیر بذاره. یه بحث دیگه بحث تورمه. وضعیت تورم میتونه روی ارز تاثیر بذاره، یعنی ارزش نرخ تورم رو شاخص ارز میتونه تاثیر بذاره. و نرخ بهره، اینها رشد ناخالص داخلی، وضعیت روانی اقتصاد، نرخ بهره و نرخ تورم، اینها مهمترین تاثیرگذارترین شاخصه هایی هستن که میتونن ارزش ارز یک کشور رو تعیین کنن. مثلا ببینید خیلی وقتا مثلا همون ایران، خب بس مثلا تومان، من یادم آخرین باری که ایران بودم تومان بود، دلار بود چقدر؟ 600 و مثلا 20 تومان، 620 تومان اگه اشتباه نکنم، آخرین دفعه که من تو ایران چنج کردم 620 تا تک تومانی، الان خب شده مثلا 13000 تومان، 12000 تومان، نمیدونم حالا هر چقدر که شده. اینکه این چیز اومده، در واقع این قیمت اومده تغییر پیدا کرده، شما اگه ببینید دقت کنید خب قیمت خونه ها هم تغییر پیدا کرده. مثلا خونه‌ای که من داشتم 40 میلیون تومان بود، الان من نمیدونم قیمتش چقدر، حالا هر چقدر که شده اون موقع، مسلما الان خونه قیمتش 40 میلیون تومان نیستش. ارزش افزوده درسته یک زمین یا یک خونه در طول این چند سال 15 16 سال باید ارزش افزوده داشته باشه، اما اختلاف قیمتی که پیدا کرده اون خونه 40 میلیون تومانی من با الان که نمیدونم قیمتش باید بالا هولش 1 میلیارد باشه، اون ارزش واقعی نیست. این ارزش تورمیه که ایجاد شده. این ارزش تورمی باعث میشه که چی بشه؟ یعنی تورمی که تورم کاذبی که داره، تورم واقعی البته که داره ایجاد میشه، باعث میشه قیمت کاذب ایجاد بشه. قیمت کاذب که داره ایجاد میشه باعث میشه ارزش پول بیاد پایین. پس ارزش پول حتما و حتما بر اساس چیز نیست، حتما و حتما بر اساس NFP نیست، حالا چیزهای مختلف میتونه تاثیر داشته باشه که عرض کردم. این در مورد بحث سوال شما در مورد ارزش ارز چه چیزی روش تاثیر داره. سم عزیز تشکر کردم، منم از شما تشکر میکنم. محمد گفته که خیلی خوب و با حوصله پاسخ میدید، خواهش میکنم، این وظیفه منه محمد جان، من اینجا هستم برای اینکه به سوالهای شما جواب بدم. رضا پرسه باز کرد، دو تا اکانت باز داریم. آها دو تا اکانت هات فارکس، دو تا متا ترید هات فارکس دارم، یکی متا ترید 4، یکی متا ترید 5. رضا جان هفته پیش بچه اینو پرسیدن، شما دو تا متا ترید 4 نمیتونید داشته باشید یا دو تا متا ترید 5 همزمان نمیتونید داشته باشید، ولی شما میتونید یه متا ترید 4 یه متا ترید 5 داشته باشید. من یه متا ترید 4 دارم، یه متا ترید 5 دارم که برای توزیع معمولا از این استفاده میکنم. شما میتونید اگه دو تا متا ترید مختلف داشته باشید، یعنی 4 و 5 داشته باشید، میتونید دو تا متا ترید باز کنید. دوست دیگه تا محمد از گفتن خیلی خوب و با اصول پاسخ هستین، خواهش میکنم، بازم باجامی وظیفه منه. سیمین پرسه بعضی مواقع داده اقتصادی که اعلام میشه حرکت بازار برعکس میشه، مثلا اخبار دیروز اداره اطلاعات انرژی آمریکا مثبت بود ولی نفت حرکت شدید نزولی داشته. آها ببینید بچه‌ها، این بحث اول برای همین بود که اگه خاطرتون باشه اول وبینار عرض کردم که هیچ چیزی در بازار 100% نیست. خب از من دیروز حالم خیلی بد بود و دکتر و دارو اینا یه خورده سرفه میکنم، علاوه سلامتی روزه خود مناسب نیستم. بعد از بیشتر از 10 سال دیروز رفتم دکتر، من معمولا اصلا دکتر نمیرم و سعی میکنم با انرژی درمانی خودم رو خوب کنم. دیروز بعد 10 سال رفتم دکتر، بیشتر از 10 سال، شاید 12 سال رفتم دکتر و دارو مصرف کردم. اینا نشانه های پیر شدن. دوستم دیروز من میگفتش که دیگه پیر شد، اینا رو دیگه وقتی از 35 میگذری کم کم این حاله های به قول آقای احمدی نژاد این حاله های انرژی از بین میرن و ما کم کم انرژی همون ضعیف میشه و مریض میشیم. سرات روانی میزد خوب صرفه میکنم با بابت این معذرت میخوام. خب ببین سیمین جان، این که آره ما در بازار همیشه وضعیت هایی داریم که اخبار اعلام میشن ولی قیمت ها برعکس انجام میشه. یه بحثی هستش، یه بحثی که هستش، مثلا ببینید در مورد قیمت نفت اینا چند تا خبر، فقط یه دونه داده آخه مهم نیست، بعضی وقتا چند تا داده همزمان اتفاق میفته. قیمت نفت قبل از اینکه این چیز در واقع EIA رپورت بده، هم EIA هم API، یعنی هم API هم EIA رپورتاشون منفی بود و باید قیمت نفت میرفت بالا علاوه دو تا چارتای ریاضی. اما بحثی که از اتفاق افتاد اینه که قبل از اینا قیمت نفت داشت میرفت بالا، دلیلش به خاطر یه
طوفانی بود که تو خلیج مکزیک اتفاق افتاد. یعنی در خلیج مکزیک ما یه طوفانی داشتیم که اون طوفان باعث شد که یه سری چاهای نفت از اون چیز چرخه تولید بیان، از چرخه تولید و ارائه به بازار بیان بیرون. اونا که از چرخه تولید و ارائه به بازار اومدن بیرون، قیمت نفت $2 رشد کرد. قیمت نفت که $2 رشد کرد، API مثبت شد، منفی یعنی برای نفت مثبت ولی در کل منفی، یعنی کمتر از حد انتظارات بود، و EIA هم منفی شد. این دوتا باعث شدن که قیمت باید باعث میشدن که قیمت نفت بره بالا. همزمان با اینکه این گزارش اومدن بالا، دوباره اون چاهای نفتی که توی خلیج مکزیک چیز شده بود، از چرخه خارج شده بود، اونا هم به چرخه برگشت. این برگشت اون چاهای نفت به چرخه، اون چاهای نفتی که از چرخه خارج شده بودن، این برگشت اون چاهای نفت دوباره به چرخه همزمان شد با این گزارش‌ها. برای همین باعث شد که این گزارشون تأثیری که باید شاید رو وضعیت نذاره. اما اینکه آیا هم واقعیت اینه که همیشه هم حتی مثلا ما شد در مورد NFP هم این اتفاق افتاده. ما بارها شده مثلا این اتفاق، خب نه اینکه همیشه، خیلی کمه به ندرت این اتفاق میفته، ولی ما داشتیم NFP که اعلام شده مثبت، باید قیمت طلا میرفت پایین، مثلا قیمت رفته بالا، یا یورو یو اس دی باید میرفت پایین رفته بالا، برعکس حرکت کرده. ما این رو هم داشتیم، یعنی اینکه همیشه آیا اون خبری که اعلام میشه دقیقا همون اتفاق تو بازار میفته؟ نه همیشه، بالای 90% همین اتفاق میفته، ولی یه سری مواقع این اتفاق نمیفته. یه سری بیگ پلیرها هستن که اونا تعیین کننده بازارن، مبالغ حجمای وحشتناک بالا خرید و فروش میکنن، و بعضی وقتا خرید و فروش کردن، حجمای بالا خرید و فروش کردن اونها میتونه تو بازار تاثیر برعکس بذاره و از دست ما هم خارجه. یعنی کسی نمیتونه تو این زمینه کاری بکنه. برای همینه که ما میایم چیکار میکنیم برای اینکه وارد این بازی ها نشیم، برای همین ریسک منیجمنتمون رو چیز میکنیم، ریسک منیجمنتمون رو چی میگم بهش، مدیریت میکنیم. این ریسک منیجمنت رو مدیریت میکنیم که باید در واقع از اون خطرات جانبی بیایم بیرون. این در رابطه با اون مسئله. حسن، آقای حسن نتر، تشکر کنم، منم از شما تشکر میکنم. علی پرسیدن که فوتبال رو ادامه بدیم تا جوان بمونیم. جدی میگم، شما فوتبال من از کجا دیدید آقای علی؟ من نمیدونم فوتبال، من هفته ما کلا هفته یک یا دو بار میرم فوتبال، شما فوتبال من نمیدونم از کجا دیدید. نمیدونم شما فوتبال من از کجا، ولی خب آره من هفته یکی دو بار میرم فوتبال و آره دیگه این فوتباله کار دیگه نمیشه کرد دیگه، بالاخره باید یه ورزشی انجام بدیم. من فوتبال و شنا رو خیلی دوست دارم و سعی میکنم هفته یکی دو بار برم فوتبال. حتی زانوم رو زخمی کردم هفته گذشته تو فوتبال، زانوم بدجوری زخمی شده و این هفته نتونستم برم. فردا دوباره، فردا شب دوباره دارم میرم فوتبال. ولی شنا رو معمولا تو ساختمون استخر داریم، معمولا سعی میکنم هفته 3-4 دفعه برم شنا کنم تو ساختمون دیگه، این دم دست طبقه پایینمونه. حسین عزیز پرسیدن که نحوه دسترسی به وبینارهای گذشته توی کانال یوتیوب هست، روی هم روی کانال یوتیوب هست هم روی کانال هات فارکس. در واقع از روی هات فارکس میتونید برید به پس وبینار. ببینید اینطوری، این هات فارکس وبینارهای زنده. حسین جان نگاه کن این صفحه رو ببینید چطور، این میرید صفحه هات فارکس وبینارهای زنده، بعد اینجا آها فارسی رو انتخاب میکنید، وبینارهای گذشته اینجا یه جا هستش، وبینارهای گذشته. آها اینجا آیا میخواید، نه آها اینجا نوشته آیا میخواید وبینارهای گذشته ما رو ببینید. اینجا که کلیک کنید پس وبینار، اینجا که کلیک کنید میاد وبینارهای گذشته رو اینجا میتونید ببینید. این در مورد وبینارهای گذشته که حسین عزیز پرسیدن. سعید خسروی حساسیت اقتصادی، آها اون در مورد اون کلمه. علیرضا تشکر کردم، منم از شما تشکر میکنم علیرضای عزیز. در مورد CPI و PMI،
یه عبدالله یه چیز داشتیم، یه وبینار داشتیم، ببینم اینجا میتونم پیدا کنم بهت بگم از کجا نگاه کنیم. ما یه وبینار داشتیم در مورد تقویم اقتصادی، خب دادای اقتصادی رو چگونه بخونیم و این وبینار رو عبدالله این وبینار رو نگاه کن، دادای اقتصادی رو چطوری بخونیم و ازش استفاده کنیم. تو این دادای اقتصادی من در اینجا CPI و PMI و غیره و غیره اینا رو من اینجا توضیح دادم، خب اینو حتما بخون، اینو نگاه کن. فایل پی دی افش هم رو کانال تلگرام میتونید، تو کانال تلگرام که بری میتونید فایل پی دی افش هم اونجا نگاه کنید. مهدی تشکر کردن، مرسی، منم از شما تشکر میکنم. سعید از پرسیدن که صدا قطع شد، بچه شما صدا یکی از بچه نوشته صدا قطع شد، بقیه صدا رو دارم؟ صدا هست بچه ها؟ چون سیستم من نشون میده صدا، آها خب پس اون دوستی که صدا قطع شده مشکل از سیستم اونیشون. سعید از شما و کمپانی آتفاریس تشکر میکنم، هیچ بروکر دیگه هر هفته وبینار فارسی نداره. بله ما سعی میکنیم که پیشرو باشیم و ما هم از شما تشکر میکنیم بابت شرکتتون. سیمین تشکر کرده، منم از شما تشکر میکنم. خیلی خب بچه مرسی برای تشکراتون، مرسی برای انرژی های مثبتی که دادید و امیدوارم که اگه بچه ها خواهش ازتون دارم در مورد وبینار ها اگر نظری مثبت یا منفی دارید یا پیشنهادی دارید در مورد وبینار ها حتما از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشید، iran@hotforex.com یا webinars@iran@hotforex.com از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشید. پیشنهاداتون رو در مورد وبینار، در مورد موضوع وبینار، در مورد کیفیت وبینار، اینکه چه چیزی میخواید در موردش صحبت کنیم، پیشنهاداتون رو در این مورد به ما بگید. ما خوشحال میشیم که پیشنهاد شما رو داشته باشیم، چون این وبینار رو ما برای شما تهیه میکنیم و نظرات شما میتونه برای ما در کار ما تاثیر بذاره، چه مثبت چه منفی. خوشحال میشم که پیشنهاداتون رو، نظراتون رو از طریق ایمیل داشته باشم، حالا هم مثبتش و هم منفیش. این میتونه انرژی بده به ما، میتونه به ما نشون بده که شما در واقع کار ما برای شما اهمیت داره و براتون مهمه و ما میتونیم وبینارهای بیشتری براتون بذاریم، موضوعات بیشتری براتون بذاریم. سعی کنیم تو زمینه داریم بچه‌ها داریم سعی می‌کنیم تو زمینه بحث اینستاگرام، من چند بار بچه‌ها پرسیدن و منم قول دادم دارم پیگیری می‌کنم بحث اینستاگرام رو هم یه جوری برای ایران حل کنیم که برای از طریق اینستاگرام هم بتونیم بیشتر باهاتون در ارتباط باشیم. اینم فعلا داریم در حال پیگیری هستیم. شما مگه پیشنهادی دارید به ایمیل iran@hotforex.com برای بس وب، هم برای بس وبینار هم برای بس اینستاگرام به ایمیل بزنید یا به ایمیل من. سعی می‌کنیم که یه سری راه‌های ارتباط بیشتری با شما داشته باشیم و بهتر بتونیم در خدمتتون باشیم. پیروز باش نمایندگان بچه و تا هفته آینده خدایا رو نگهدارتون و همین دیگه، امیدوارم که هفته‌ای پر از موفقیت داشته باشید. یا حق.